بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظار شما باشه. حتما تعجب میکنید که چی شده سربی یادش رفته کلاشو برداره. نه، این کلا رو گذاشتم سرم که کسی کلا سرم نزد. حتما میگید دیگه سربی کم کم مغزش رو هم از دست داده. نخه، مغزم رو از دست ندادم و موهامو از دست دادم، به همین خاطر این کلاه رو امروز گذاشتم و امروز شما این قیافه سربی بیمو رو خواهید دید. سالها پیش، 15 سال 16 سال پیش، یه بار دیگه موهامو زده بودم و امروز این دوستمون آقای علی ترابی که هم از کالیفرنیا از دست شاکی هستن، هم از نیویورک آقای بهرامی از دست شاکی هست، هم از اروپا از دست شاکی هستن، به خاطر اینکه ایشون دین و مذهب خودش رو یه مقداری داره به دیگران تحمیل میکنه، به من گفت که تو که نه مسیح، نه مسلمان هستی، نه مسیحی شدی، نکنه میخوای بودایی بشی. گفتم ببین، من خود خدا هستم و امروز میخوام اون قیافه اصلی رو نشون بدم. اون وقت حالا من زیر این موها و اینا خودم قایم کرده بودم که به صورت یک انسانی، یک آدمی، یک جانوری با شما باشم، ولی این قیافه اصلی خداست. دوستان، شبیه آندره آقاسی هستم، قراره یه تیکه نقش اونو بازی کنم و برای من جالب بود که دوشنبه شماها متوجه نشدید که موهای من رنگ شده بود. یک نقش چند دقیقه‌ای قراره یه جای بازی کنیم، یه تیکش رو بازی کردیم، آدیشنش رو قبول کردن و قراره باقیش هم توی سن‌های مختلف به اصطلاح بازی کنیم. اگر اجازه بدن اون فیلم رو بعداً در تلویزیون مردم هم نشون میدیم. بعضی وقتا این اجازه رو نمیدن چون طرف میگه ما خرج کردیم و خودمون هم می‌خوایم ازش استفاده کنیم. این از این ماجرا. و اما یه شنبه گذشته یکی از دوستامو دیدم که سرش رو تیغ کشیده بود و خیلی هم جالب و جذاب شده بود. البته اون گفت مثل یول برینر. گفتم که شما مثل تلیساوالاس هستید. حتما تلیساوالاس، اون کاراگاهی که یه انگشتش هم قطع شده بود، یادتون هست. بذارید من این فیسبوک رو برای دوستان روی صفحه مردم تیوی هم شیر کنم و بعد بیام خدمت شما. این سربی امروز میخواییم با آقای دکتر ایران بومی باشیم. براشون نوشتم که یادشون باشه این بنده خدا بعض وقتا میره دادگاه یا میره زندان و اینها، یه دفعه قول قراراش رو نمیتونه به موقع برسه. سربی با مردم، ما هرچی به این دوستان میگیم بابا اون تلفنه 3 دقیقه است ولی تلفن دیگه 10 دقیقه است، باورشون نمیشه. ولی امروز آقای علی ترابی تماس گرفتن و 10 دقیقه پیام گذاشتن. پیامشونه یه قسمتشو براتون پخش میکنم، ولی چون 10 دقیقه هست و 10 دقیقه برای برنامه من زیاده، بعد از برنامه خودم اونو براتون به صورت ویدیو پخش خواهم کرد. ولی بذارید من همینجا به اصطلاح یکم از اون نوار رو پخش کنم، چون ایشون از من پرسیده بود که صدا چگونه است. بذارید بهش بگیم که صدا هم خوب بوده و این نواری که من ضبط کردم با نام آقای علی ترابی اینجاست. الان شما میتونید ببینید و بشنوید. بذارید من صدای این رو هم بیارم بالا و 100% بله، پلیر 6 اینجا. خب 1 دقیقه بله، 1 دقیقه صبر کنید، 1 دقیقه هم کمتر. بفرمایید آقای علی ترابی. سلام جناب سوری، قرض از مزاحمت، میخواستم یه اتفاقی که برای خودم افتاده بود براتون تعریف کنم. چندین سال پیش من با یه شرکت ساختمانی همکاری میکردم، رفتم برای ساخت بازار شاه چراغ. در قسمت بازار شاه چراغ داشتیم خاکبرداری میکردیم که او چارسو رو زمین، چون خونه‌ای قدیمی بود و زیرش پر آشغال بود، تخلیه میکردیم، خاکبرداری میکردیم که پی ساختمون رو اونجا بتون ریزی کنیم. همینطور که یه گود بزرگی چند بودیم، یه دفعه تو دیواره من یه از این
صندوق های قدیمی ها که درش رو بالا باز می شد که قدیمی ها تو همه خونه بود یخدون بهش می گفتن دیدم. بله من کاملا یادمه، یه صندوقی بود بعضی هاش هم با مخمل و یه کمی هم یه چیزایی زده بودن که خوشگل بشه و اینها، و ما یه بازی خطرناک میکردیم با این، یه بازی برو قایم بشو نمیدونم اینا، چشم بگیرک، یعنی چشماتو یکی چشم میگرفت میرم همین که میگن اینجا hide and seek، و یا تو ایران تو شهرهای دیگه میگفتن قایم موشک، و ما بعض وقتا میرفتیم تو این صندوق در رو میبستیم، این شما درش که میبستی یه چیزی میافتاد پایین اینجوری، اگر کسی به دادت نمیرسید دنبالت نمیگشتن نمیفهمیدن یه نفر کمه، اصلا ممکن بود اونجا خفه بشی. کاملا اون صندوق ها یادمه، و اینا هم همین مثل ترانک آمریکایی‌ها که دارن، بعد دیگه شد چندونای کوچیک‌تر و اینها برای مسافرت هم حتی ازش استفاده میکردن. و خلاصه داستان علی اینه که ایشون چون مهندس عمران هست، مهندس راه و ساختمانه، میخواستن یه بازاری رو بسازن یا ترمیم کنن یا تعمیر کنن، اینها رو استخدام کرده بودن، و اینها وقتی داشتن میکندن یه صندوق یا صندوقچه‌ای رو پیدا میکنن، داخلش کتابی بوده، این کتابا این دور و بریاش نم کشیده بوده، جوهرش قاطی شده بوده معلوم نبوده، ولی یکیش که جلدش چرمی بوده و بهتر نگهداری شده بوده ایشون ور میداره و هر وقت بیکار بوده توی دفترش میخونه، و این کجایی که کار میکنن نزدیک منزل همون آقای دستقیب بود که منفجرش کردن اینها. خلاصه میگه که بعدن آمدند و آها میگه توی این کتاب اینجوری بوده داستان، نمیدونم یه سری مسلمون فرار میکنن میان به طرف شیراز، شویجون ها یا فکر کنم شویجون شما گفتی نمیدونم، خلاصه کشن خلاصه بعد میان از حاکم شیراز کمک میخوان و اینها، همه اینا رو که میگه، ولی یه چیزی من متوجه نیستم علی آقا، اینا رو که ما میخونیم باید خودمون بیشتر خجالت بکشیم، یعنی نشون میده ما ایرانی ها خنگ بودیم، ما ایرانی ها ترسو بودیم، ما ایرانی ها خرافاتی بودیم که هر مزخرفی این عربا گفتن باور کردیم، و گودالی رو که توش آشغال میریختن بعدن کردن زیارتگاه شاه چراغ، این ورش هم علی ابن موسی رضا بود نمیدونم کی بود، من یادمه از اون مسجد جمعه و اینها مینداختیم تو این راه میرفتیم، چون من باید میرفتم اونور مسجد نو برم خونه پسر، برم خونه عمومینا که با پسرش به اصطلاح بریم سینما بازی کنیم اینها. در صورت داستان جالبیه، بعد از برنامه خودم براتون پخش میکنم. خیلی ممنون از سعید، گفته که sure be looking good، برای که تقصیر توه، عکستو از چیز فرستادی، اتفاقا امروز دنبال کلام میگشتم کلامو پیدا نکردم، یک کلاهی دارم مال ماشین لکسس هم هست، ولی این کلاه رو وقتی که میرم جایی که آفتاب هست و اینا میخوام فیلم برداری کنم اینو میذارم، یا اینجوری میذارم که قشنگ بالای دوربینم میاد جلو مزاحم نیست. این وقتی سر موهاتو میزنی اصلا راحت میشی، دوش گرفتنت میشه 5 دقیقه. حالا من تازه موهام اگه بلندم باشه، من میشه موهام نسبتا کوتاه نگه میداشتم. در صورت این هم ماجرای سوربی خدا می شود، ماجرای سوربی مثل سعید می شود. سعید نوشته که چی نوشته اینجا؟ پورین عید کلیمی هاست نه؟ اتفاقا مثل که راشاشان ها بوده هم چیز در هر صورت، ولی پورین اون عیدیه که 13 فروردین هست و روزیه که کلیمی ها به این که ایرانی ها رو کشتن و خونشون رو نمیدونم ریختن و اینها افتخار میکنن. حتی این نادان نتنیاهو کتاب استر رو آورد داد به اوباما و گفت ببینید ما قبلا هم اینا رو به اصطلاح ناک داون کردیم، ولی ناک اوتشون نکردیم، کار رو کامل نکردیم و حالا باید این کار رو کامل کنیم. و اینم برای اونایی که فکر میکنن اسرائیل دنبال دوستی هست و ایرانی ها رو دوست داره، اسرائیل با همه ای که میگه که کوروش نجاتشون داده و اینها، ولی چندین خیانت بزرگ به ایران کردن که بزرگترینش اون جشنای 2500 ساله هست که شاه چون کم سواد بود و نادان بود اون رو فریب دادن و خودشون رو به دنیا ثابت کردن که 5000 سال یا بیشتر قدمت دارن، و ایران اینو که 7000 سال 10000 سال تاریخ داشت اون رو گفتن نبا اینا جوونن 2500 سال. خب ببینیم که این دوستمون سعید بنایی، سعید تقصیر تو هم هست،
دیدمش آخرین بار دیدم موهاش همیشه کوتاه نگه میداره، خیلی مرتب. این موها وقتی بلند میشه اینجوری اینجوری میشه. البته همش ماجرای پول بوده. وقتی که پول میاد دیگه شما مجبوری هر کاری رو انجام بدی. یکی از دوستام گفت که حالا اینجوری کردی باید یه چند تا ویک یا اینجا توپه هم میگن، یا توی ایران چی میگفتیم به کلاگیز، همون انگلیسیش هم میگن، یادم رفته. در صورت گفت که حالا باید چیز کنی، به اصطلاح کلاگیز هم بخری. منم گفتم خب بفرما، الان نزدیکای چیز داریم میشیم، کم کم خیلی چیز چیز میکنم. این کار بدیه تو رادیو تلویزیون که آدم یه چیزی رو، باز دوباره گفتم چیز، یه کلمه ای رو هی تکرار کنه. و این کار رو اصلا کلاس میذارن که شما بری و فراموش کنی. اینه، حالا یک کلاگیست قراره بخرم به این صورت و اینجوری قدمم یه چند اینچ بلندتر. Give me address of your barber. بله، این ماجرای باربر بذارت تعریف کنم. و اون دوستی که دیدم موهاشو تیغ انداخته، بهش گفتم آقا چرا موهاتو تیغ انداختی؟ گفت که من رفتم یه آرایشگاهی که چاینیز، ویتنامی، یعنی اینجا دیگه این همه ویتنامی ها و اینا رو همه میگن چاینیز، طرف کره‌ای، ویتنامی. یه مدت که میگفتن اورینتال، میگن اورینتال بعد، حالا میگن ایژن، بگین آسیایی. در هر صورت گفت رفتم پلو یکی از این چاینیز ها و نه من انگلیسی اونو میفهمیدم نه اون انگلیسی منو میفهمید. من بهش گفتم که شوخی کردم، گفتم بهش منو چند سال جوانتر کن و خوشتیپتر. بعد اونم گفت که خب موهات کوتاه کنم، شورت یا لانگ؟ گفت بهش گفتم که شورت. گفت که اوکی، من با، گفت من شما رو میکنم شماره یک. بعد من فکر کردم میخواد بگی یعنی شما رو انقدر قشنگ و جوان میکنم که بشی نمبر وان. بعد گفتم باشه. گفت اینم تیغ چیشو عوض کرد، از اینجا هم شروع کرد، یه دفعه دیدم ای وای یه خطی انداخت اینجا. گفت منم دیگه صدام در نیامد، فهمیدم که هم اون به اصطلاح منو نفهمیده هم من اونو نفهمیدم. و گفتم حالا که اشتباه شد اب نداره، بذار اینم موهای ما رو نمبر وان بزنه. نمبر وان میدونید این ماشینا شماره چیزای مختلف داره، فکر کنم تا 8 میره، 1 2 3 4 5، که توی ایران میگفتن برو با شماره 0 بزن، یعنی هیچی رو اون ماشینه نباش. درباره نمبر وان یه بارم براتون گفتم که یه جوکی گفته بودن که یه آقایی از این حاجی بازاری های ایران، حالا بگیم حاجی بازاری که به کسی بر نخوره، میاد اینجا و بچهش هم از اینایی بوده که هی به پدر مادرش میگفته که من اینجا دکتر شدم، من اینجا تو ناسا کار میکنم، من اینجا همه آمریکایی‌ها میشناسنم اینها. بعد باباش میاد اینجا و بر میگردی میره ایران، به این و اون پوز میده و میگه که پسرم اینجوری اونجوری. میگن حالا چی کار میکنه توی آمریکا؟ میگه والا من نفهمیدم، ولی این هر روز تو خیابون که میرفت همه آمریکایی‌ها فقط بهش میگفتن که شما نمبر وانی، یو آر نمبر وان. اونا فوشش میدادن، این فکر میکرده که به پسرش میگن تو به اصطلاح شماره یکی، نمبر وان. خب ببینیم که این دوستمون چی نوشته. کاگا جون سلام فرام میامی فلوریدا. آها بذار، برای این دوستم یه سوالی کرده بود، من امروز یادم رفته بود. گفته بود این باکسی که شما دارید مدلش چیه؟ خوشحالم که شما الان اینجا هستیم. این بهش میگن A95X. دوستان این مال همین، اسمش هم هست نیو باکس. اینو اون روز من روی چیز نشون دادم، روی شما اگه روی گوگل بزنید فکر کنم 30 دلاریش هم پیدا میشه، ولی اشتباه نکنید، مثل اون باکسی که آقای شهرام هاشمی زاده میفروشه از تلویزیون ملی اگه اشتباه نکنم، اینا درست 20 دلار 30 دلاره، ولی اون پروگرامی رو که اونا میذارن روش شما رو قادر میکنه که 800 تا نمیدونم 800 تا سریال ببینی، 2000 تا فیلم ایرانی ببینی، کاراوکی داشته باشی، برنامه‌های زنده رو ببینی و الی آخر. بذار من برات این کارتو راحت‌تر کنم. و اون چیزی هم که شما گفتید که یک تلویزیونی یه باکسی رو، اون باکس رو قربون من داشتم و خیلی هم
ما تبلیغ کردیم براش فروختن، بعد هر کی میخرید گفت آقا این 3 ماه که میگذره کار نمیکنه، وقتی بهشون میگیم میگن اون باکس کهنه شده، باید یه باکس نو بخری. در صورتی که همه میدونن این باکس ها شما میتونی پروگراماشو نو کنی یا پروگراماشو عوض کنی. بذار من این نیو باکس رو به شما اینجا نشون بدم، بعد نیو باکس، یا بیارم اصلا روی صفحه تلویزیون نیو باکس گذاشتیم جای عکس علی آقا پلیر 6. ببین این من تو گوگل تا زدم نیو باکس همین مدل اینها اومد، والمارت هم حتی داره میده 33 دلار یا 33.99 دلار، ولی یادت باشه اگه اونو خریدی نمیتونی بری روی این چیزای ایرانی و اینا. این آقای حامد که این شرکت رو باز کرده ایرانیان آی پی تی وی، اونها این کار کردن. بعد اونها هر روز کار میکنن، فیلم های جدید هم میذارن. خود من 2-3 روز یه بار میرم بینم 3 تا فیلم جدید اومده، از اون بالا جدیدترین ها رو نگاه میکنم، به ترتیب حروف الفبا گذاشته، به ترتیب هنرپیش های مرد، هنرپیش های زن گذاشته. اینا کارشون به نظر من جالبه و از اون باکسی که شما اسم بردید اینها جلوترن. اونا میدونید وقتی میمونن قدیمی میشن، بعضی هاشون دیگه نمیخوان عوض کنن، میگن ما همینو داریم، مشتریامون هم همینو داره. و اگر کسی از دست داشتن دیش و اون رسیورهای گنده و به اصطلاح بزرگ ناراحته، این باکس به اصطلاح مشکل شما رو حل میکنه. و حسن این باکس اینه که شما اینترنتش رو ضمن این که میتونید با اینترنت با اون سیمی که مثل تلفن ولی بزرگتر وصل کنید، میتونید هم بدون سیم اینترنت رو داشته باشید. بعد حسن دیگه‌اش اینه که اون این تلویزیون‌های جدید که همه HDMI هستن، اینجا هم نوشته HDMI High Definition، با یه سیم صدا و تصویر و همه چی میره تو تلویزیونتون. یه دونه هم داره نوشته AV که برق این بهش میخوره. اگه اشتباه نکنم این از USB هم شما میتونی برق بگیری، چون نوشته DC 5 volt و میدونید که USB برقش فکر کنم بین 5 تا 6 هست. چون مطمئن نیستم روی حرف من خیلی حساب نکنید، خودتون به اصطلاح تحقیق کنین. و اونی که گفتید 339 دلار و با شیپینگ و هندلینگ و اینا، اگه خواستید این یکی که من دارم با اون قیمت که بهتون گفتم براتون ارسال خواهم کرد. و اینم از ایرانیان آی پی تی وی باکس. خب بریم به این که چرا دوستان سازمان مجاهدین به کردستان نمی رود. کردستانی که الان ما شنیدیم به اصطلاح داره خودمختاری میگیره، حتی کشور میشه. البته خیلی ماجراها هست، شنیدم که ترکیه بهشون اخطار داده 3 روزه باید این کارو کنید و اون کارو کنید و فروگاه ها رو بستن و اینها. اونا هم قبل از اینکه 3 روزشون به پایان بیاد گفتن ما این کار رو انجام نمیدیم. یه چیزی افتاده اینجا، یه پارچه رفته زیر چرخ صندلی ما. خلاصه HDMI High Definition Multimedia Interface، خیلی ممنون، بارها گفتم حسن این تلویزیون مردم اینه. حالا دوستمونم پتیک اون روز نوشته بود که این فیسبوک و وقت اضافی که میذاری برای فیسبوک مبارک خودت باشه و دوستان فیسبوکیت، و من نمیخوام همین اندازه که میای صحبت میکنیم چیزای مختلف میگی، من همینو میبینم. و منم از پتیک ممنون و متشکرم، ولی یک دریچه باز شده که من اگه امروز گفتم HDMI یادم نیومد، سعید فوری مینویسه که High Definition Multimedia Interface و این هست. بعضی وقتا بهتونم گفتم قرار نیست ما همه چیز رو بدونیم، مثلا اون سیستم CAD مال نقشه کشی ساختمانیه برای مهندس های ساختمان، یا یه چیزای دیگه هست خیلی شبیه همن. یه جایی مثلا میگه SOS یعنی Save Our Ship، یه جایی دیگه همین SOS رو استفاده میکنه برای یه چیز دیگه، به اصطلاح اشکال هم ایجاد میکنن. من یادم تو کار بیمه که بودم، ما اینجا یه چیزی داریم به نام HOV High Occupancy Vehicle که مثلا میگه تو این ساعت اگه شما 2 نفر تو ماشینت باشه یا 3 نفر تو ماشینت باشه میتونی بری، یا باید پول بدی یا تیکت بهت میده. یه دفعه برای یکی از اینایی که میخواستم بیمه بگیرم،
خب میدونید اون وقتا هم خیلی از حالا سلوتر بود، باید ریپورتشو میگرفتی و اینها میفرستادی برای اون شرکت، اون شرکت گفت نه 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 ما به این بیمه نمیفروشیم. گفتم چرا؟ گفت این اچ او وی داره. گفتم بابا اچ او وی که بچت تو ماشینت خوابیده باشه دستگاه یا پلیس نبینه برات تیکت میفرسه، طرفم نمیره یه روز دیگه آف بگیری بره پلیس و بره دادگاه، پول تیکت رو میده و میاد رو پرونده، این که چیزی نیست. گفت نه اچ او وی هست habitual offensive، یعنی یه کسایی که عادت کردن همیشه خلاف کنن. گفتم نه بابا تو ویرجینیا اینجوری نیست، زنگ بزن استیت پلیس سوال کن اینها. خلاصه این کار کردیم و مشکل حل شد. ممنونم از سعید عزیز. چرا سازمان مجاهدین به کردستان نمیره؟ چرا راجع به کردستانی که الان دارن استقلال میگیرن ساکت شده سازمان مجاهدین چیزی نمیگه؟ یه دوستمون گفت برای که اینها چنان جنایتی در حق کردهای عراق کردن که الان اونجا به اصطلاح اگر پیدا بشن کردهای عراقی اینها رو با دست خالی تکه تکه میکنن. این سازمان مجاهدین عجب اشتباهی کرد. بیچاره بنی حسن چی میگن؟ ابوالحسن بنی سعد بهشون گفت نری. یا آقای دیگه هم بود که جدا شد، گفت شما با این کارتون دارین گور خودتون میکنین. رفتن با صدام، صدام هم از اینا سوء استفاده کرد. یک، تو ایران شدن خائن به ایران. دو، مجبور شدن ایرانی ها رو بکشن. سه، مجبور شدن اسیرای ایرانی رو بگیرن ببرن تو سازمان. چهار، مجبور شدن صدام هر کسی رو که نمیخواد بهش خودش دشمن بشن اینا رو بفرسته با اینا دشمن بشن، کردها و نمیدونم عشایر مشایر رو اینا رفتن چیز کردن و وضعشون خیلی خرابه الان، نمیدونم چه امیدی دارن. البته باید ازشون تشکر کنیم بعد از این همه سال که بذار یه عکسی رو از کردستان بهتون نشون بدم، امروز خیلی چیز داره. بعد از این همه سال که توی چیز موندن، توی عراق موندن، ببینید آفتاب چه بلایی به سرشون آورده. این ماجرای آقای خسرو بهرامی که تعریف میکرد که این مجاهدین رفتن از منطقه کوین در نیویورک، اونهایی رو که مال نیجریه هستن، اینجا میگن نایجر ولی ما میگیم نیجریه، مال نیجریه هستن آوردن، و بعد آقای غلام ترشیزی وقتی که راجع به جامائیکا و انتخابات آلمان شد به من به صورت به اصطلاح حمله که ببین اینا اینجا گفته نیجریه ولی اینجا میگه جامائیکا، گفتم بابا میگه رفتیم اون منطقه‌ای که مال جامائیکایی ها هست توی کوین، نیجریه ها رو آوردیم. و ببینید دوستان چقدر این هموطنان من و شما توی عراق توی این 30 سال سیاه شدن. یعنی اگه مجاهدین بره ایران شما یه سری هموطن سیاه پوست هم پیدا میکنید، دیگه فقط بوشهری ها و بندر عباسی ها و اینها نیستن که سیاه هستن، این هموطنان جدید ما هم به خدا من نمیدونم اینایی که هنوز طرفدار سازمان مجاهدینن نمیخوایم بهشون بی احترامی هم بکنیم، ولی اصلا آدم میگه مگه میشه که کسی توی این دور و زمان هنوز به اصطلاح با اینا باشه. بذارید راجع به کردستان صحبت میکنم. این نوشته رو که یکی از دوستان برای من فرستاده و گفته بخون آقای سوربی ببین چقدر خنده داره. گفتیم ولی ما میخوایم بخندیم، ولی بعضی وقتا این خنده ما به این شعر مربوط میشه. خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. نوشته که گزارش یعنی شفق از جزئیات جلسه محرمانه کردها و نمایندگان آمریکا و فرانسه در اربیل. این نوشته وقتی مینویسه جلسه محرمانه، بعد عکس میندازه، بعد گزارش میده، منو یاد گزارش های آقای نوریزاده از اتاق خواب آقای خامنه‌ای که گزارش میده که دیشب 3 نفر اونجا بودن، آقای خامنه‌ای بوده و همسرش و یکی دیگه و اینجوری گفتن اینجوری شده، و همه نگاهی هم میکنن میگن خب مرد حسابی، اگه 3 نفر اونجا بودن. خامنه‌ای میگه خب من که به نوریزاده تماس نگرفتم،
مگر اینکه مثل ترامپ دیوانه خودش خبرها رو بده بیرون که پخش بشه که یه موضوعی داشته باشه راجع بهش صحبت کنه. همسرش احتمالاً خبرها رو داده و اون یه نفر دیگه‌ای که اونجا بوده. در هر صورت گویا آقای نوری زاده هم دولت ایران توی دادگاه انقلاب براش یک به اصطلاح دادگاه غیابی تشکیل داده و قرار هست که ایشون هم به اصطلاح مثل آقای شهرام همایون غیابی محاکمه بشه. حالا من نمیفهمم این آخوندا وقتی این کارا رو میکنن و میبینن قبلی هیچ نتیجه نداده و به شهرام همایون کمک کرده، تازه یه سری هم پول جمع کنه، یه سری هم با نن من غریبم بازی مرد بیننده های جدید پیدا کنه، چرا باز اینا این کار میکنن؟ مگر اینکه باز برگردیم به این نتیجه که ای داد بیداد، شاید خود نوریزاده، شاید خود شهرام همایون، اینها هم یه جورایی به ملاها میگن که آقا امروز اینو بگو فردا اونو بگو تا ما این بازار کساد رو کمی به رونق بندازیم. و اما تهدیدهای پوچ و توخالی ترامپ نادان و شالاتان کار دست خودش داده، کار دست مردم آمریکا داره میده. به این صورت گفت که ما کره شمالی رو نابود میکنیم، به جای اینکه بگه دولت این مثلا رهبر کیه این دیوونه کوتوله رو از بین میبریم، جون اون جیم هرچیه، گفت که کره شمالی رو. اینجوری که میگه اونا میتونن استفاده کنن و کردن به موقع، اومدن گفتن این اعلان جنگ هست و ما حالا که آمریکا به ما اعلان جنگ داده پس ما هم هواپیماهای اینها رو حتی اگر روی مرز ما نباشن، روی اون قسمت بهش میگن DMZ، فکر کنم Demilitarized Zone، فکر کنم، مطمئن نیستم، یعنی جایی که منطقه نظامی نیست، گو اونم میزنیم. بلا فاصله آمریکایی‌ها، اونایی که 4 تا عقل تو سرشون هنوز و اینها، به ترامپ گفتن که بیا غلط کردم بگو. این اومد گفت که من منظورم اون قسمت اول نبود، منظورم قسمت دوم بود، چیای اتمیشو میزنیم و فلان و اینها، و رفت دیدی دیگه سراغ NFL و فوتبال و اینها، در حالی که مردم بیچاره 3.5 میلیون نفر در پورتوریکو نمیدونید به چه وضع اسفناکی دارن زندگی میکنن. تازه حالا دیروز که بعد از این همه که اومدن بهش گفتن آقا این کاری که کردی غلط بوده و اینها، وقتی آمد گفت که نمیدونید همین 7 روز گذشتم که ما هیچ کمکی نکردیم به اونها، اینقدر از ما تشکر کردن و گفتن که در دوره ترامپ همه چیز بهتره. این اصلا عاشق و دیوانه اینه که بگه همه چیز بهتره، همه چیزش بزرگتره، همه چیزش قشنگتره، همه چیزش نوتره. و دیروز دوستان با این پرایم مینیستر اسپانیا که هی به اشتباه هم دوبار بهش گفت پرزیدنت، نگاه کنید، من نمیدونم این کت شلوارشو از بازار کلیمی های نیویورک میخره، من خودم آدم خوشتیپ و خوش لباسی نیستم، ولی دیگه اقلا یه چیزایی رو میتونید ببینید، مثلا این کتایی که بالای شونش یه چیزایی میذاشتن، اپول بهش میگفتن، به ایرانی چی میگفتن دیگه، اینا از مد افتاده، الان لباسا خیلی تنگ و اینجوری باید باشه، ولی این یه کوتی میپوشه که کم مونده بیاد سر کاسه زانوش، کراوات که میزنه که تا پایین زیپشه و دوتا دست کوچولو هم که در هر صورت برید ببینید. حتی اون برنامه دیروز، تو اون برنامه هم ازش پرسیدن که آقا شما خودت رو با این ماجرای فوتبال و اینها درگیر کردی، فکر نمی‌کنی اون وقت یادت رفته مسئله پورتوریکو رو؟ تو همون برنامه یه بار میگی که نه من خیلی کار میکنم، یه بار میگی من وقت زیاد دارم. یعنی این دیوانه اصلا صحبت که میکنه یه جملهش اولش آخرش زد و نقیض هم دیگه هستن. در هر صورت حالا یه سری کمک هایی دارن میفرسن اینها، ولی میگن فیما این موقع به اصطلاح این بار برای تگزاس، برای اونجا و برای شهرهای دیگه به موقع عمل کرده، حتی برای پورتوریکو هم، چون یک هفته قبل میدونستن ایرما و حوزه و ماریا رو داشتن. اتفاقا به یکی از دوستان گفتم آقا فکر رفتن فلوریدا رو باید از سر بیرون کنم و برم سان دیگو، گفت دیوانه شدی، ما تو فلوریدا اقلا یه هفته پیش به اون میگن که داره میاد، ما میتونیم بلنشیم رانندگی کنیم 5 ساعت بریم اورلاندو، بریم این و بریم اون و، ولی توی سان دیگو اینها زلزله میاد که هنوز که هنوزه کسی نمیتونه پیش بینی کنه. اینم از این ماجرا. و اما این عکسو بهتون نشون بدم، کامرای 2، روسیه
گفته تهدید نظامی آمریکا علیه کره شمالی تهدید امنیت ماست. این همین روسیه که ترامپ میگه ما میخوان با روسیه ببینید ببخشید اینو میگم، توی شیراز یه ضرب المثل بود، کسایی که بدهکاری زیاد داشتن، کسایی که میگفتن طرف یک تل آباد نگذاشته، حالا تل یعنی تپه، یعنی رفته رو همه تپه ها کثافتکاری کرده و دیگه شما نمیتونی بری اونجا را بری، هی پاد میخوره تو کثافت ها. این ترامپ هم یعنی حقیقتا میگفتن یه تل نریده نگذاشته. اوکی بله دوستان، آقای کامران الان اینجا هستن، آقای پارسا خواهشن با من تماس بگیرید، کامران قادری، بذارید من ببینم با اسکایپ میتونم با شما صحبت کنم، چون دفعه قبل که شما یه جایی بودید که نتونستیم، من متاسفانه با فیسبوک کار نمی کنم اون قسمت چت و اینها. دوستان این آقای کامران قادری همون دوستی هست که از سوئد راه افتاده داره میره به طرف ایران و چندین بار هم لطف کردن برای ما پیام گذاشتن و یکی از دوستان هم لطف میکنن، خیلی زحمت میکشن، به اصطلاح مینویسن و حتی شرح حال و زندگی ایشون رو برای من نوشته بود که ایشون با وجودی که مینویسن جوانی از چیز را افتاده، 47 سالشه، میدونید که این سن و جوانی و اینها همه چیز نسبی هست، منی که 61 سالمه پس کامران یه جوانه. خیلی خوشحالم که امروز این موقعیت پیش اومد که ما تصویر ایشون رو اگر بتونیم داشته باشیم، یه کمی نورش رو اگه میشه زیادتر کنید که ببینیم. بله شما مثل که با تلفنتون این کارا رو انجام میدید. بله نه یک لامپ کوچولو من دارم اینجا توی دود برکم آقای پارسا. ممنونم مرسی. بذار دوست عزیز من این بله نه منظورم تماس اسکایپیتون بود که با تلفن هست، نه درسته بله. بله خب ببینید آقای کامران عزیز، من یکم پشت سر شما صحبت کردم امروز، به همین خاطر چند دقیقه به شما وقت میدیم که شما بگید. من حقیقتا حتی ایراد گرفتم، گفتم خب برنامه‌تون چیه؟ یه نفر که بلند میشه راه میفته میره، من 15 سال پیشم، حتما شما هم ماجرای اون دوتا دوچرخ سوار رو میدونید که میگفتن رکاب میزنیم برای صلح و آمدند و رفتند و بعدم زنگ گرفتند و تو ایران موندند و اینها. شما هدف چیه؟ ما گل یا هدف رو میدونیم، بعضی همه دنبال آزادی ایران، دموکراسی اینها هستن، ولی یه برنامه، یک وسیله. خیلی هم متاسفم که چیزاتم دوز برده. حالا من میکروفون رو در اختیار شما میذارم، شما صحبت کن توی این چیز، من فیسبوکت رو هم نشون میدم که تبلیغی هم بشه، دوستان بتونن از طریق فیسبوک با شما تماس بگیرن. دوستان عزیز با آقای کامران قادری هستیم، اگر براتون اشکالی نداره بگید که از کجا هستید، اگر اشکالی داره لازم نیست بگید از کجا هستید، بفرمایید. خب من اول درود دارم خدمت شما و شنوندگانتون. آقای پارسا من الان توی ترکیه هستم، حدودا 150 کیلومتر از آنکارا به طرف مرز سوریه. حالا شما از من سوال میکنین که هدف من چی بود. حقیقتش در طی یه سفر که الان حدودا 7 ماه من توی راه هستم تغییراتی کرده این هدف، مسلما خب چیزای جدید به وجود اومده، افکار جدید توی سر من به وجود اومده و هدف تغییر کرده. از اول خیلی اتفاقی این پیش اومد، یعنی در واقع من گردنم آسیبی دید توی حادثه‌ای که داشتم و بعد اون دیگه نتونستم تمرین بکنم، تمرین بدنی قبلش میکردم، میدویدم و اینا، که دیگه دکتر به من گفت نمیتونی این تمریناتو کنی. گفتم خب من پیاده روی میتونم کنم. گفت میتونی پیاده روی کنی و من شروع کردم پیاده روی. حالا میخوام کوتاهش کنم، حوصله‌تونم سر نره. بعد از 2 ماه 3 ماه حدود 30 کیلومتر پیاده روی میکردم، 15 کیلومتر تو 15 کیلومتر شب. اینم 2 ماه ادامه دادم. بعد از 2 ماه که هر روز من این کارو میکردم، یهو این فکر تو سرم اومد که خب من میتونم
اول که خب اول فکر از این شهر به اون شهر بود، بعد یواش یواش این فکر، خب من پیاده روی هم زیاد میکردم، موقع پیاده روی هم فکر زیاد تو سرم بود. خب من عاشق ایران و عاشق در واقع فرهنگ ایران بودم، عاشق کوروش هستم مثل خیلی از ایرانی های دیگه، عاشق پرچم شیر خورشید هستم، و این فکر یه دفعه اومد تو سر من که من خب میتونم از سوئد تا مقبره کوروش پیاده را برم. حساب میرفتم بیرون، حساب میکردم در واقع چند کیلومتر و چند چقدر وقت طول میکشه، و وقتی فهمیدم این کارو من میتونم بکنم دیگه هیچ شکی باقی نموند، و بعد از اون حدود یک سال و نیم تمرین کردم شدید به خاطر اینکه این کارو من انجام بدم. یعنی در واقع من دو سال تقریبا تمرین پیاده روی داشتم، و اولی که حرکت کردم من فیسبوکم الان هنوز اسمش روشه، در واقع اسمشو گذاشتم ندای امید، به خاطر اینکه احساس میکردم ما ایرانی ها امیدمون رو از دست دادیم. حرفایی که مثلا من میشنیدم این بود که خب ایران دیگه از بین رفته، ایران خانوم شوهر کرد، یا دیگه اصلا هیچ کاری از دست هیچ کس بر نمیاد، اینا رو خب خیلی وقت بود میشنیدم، و این حرکت رو در واقع اسمش رو گذاشتم ندای امید، و این امیدی باشه، این ندای امیدی باشه برای ایرانیایی که تو ایرانم، و جوونا از این کار در واقع بتونن نیروی بگیرن، انرژی بگیرن، ببینن که یه آدمی که 32 سال از ایران دوره، از سن 15 سالگی از ایران رفته، حالا در سن 47 سالگی با پای پیاده از کشور سوئد تا ایران پیاده میاد، از این کار نیرو بگیرن. این وهله اولش بود در واقع. و توی راه خب بعد اسمم عوض شد، اسمشو گذاشتیم Walking to Europe for Freedom، و تصمیم گرفتم تا اون روزی که انتخابات آزاد باشه تو ایران من این پیاده روی رو ادامه بدم. یعنی حتی دولت موقت انتخابات آزادی رو برنامه ریزی کنه، و حتی تا اون روزی که اعلام بشه که در واقع نتیجه چی شده و اون نتیجه رو همه قبول کنن، من تا اون لحظه این پیاده روی رو ادامه بدم. یعنی در واقع از مقبره کوروش، حالا من تو ایران برسم معلوم نیست چی بشه، ولی اگر آزاد باشم تا مقبره کوروشم پیاده برم، از اون منبعدش هم این پیاده روی رو ادامه میدم تا روزی که آقای قادری اجازه بدین. ببینید من امیدوارم شما موفق بشه. اتفاقا من بچه شیراز هستم، پاسارگاد توی استان فارس 60 کیلومتری شیراز و اینها، ولی یه چیزی رو اولا شما خیلی ممنونم که اینقدر صادقانه میگید که هدفی که داشتید چجوری شروع شده بعد عوض شده. اون وقت اونایی که مثلا با فیسبوک با شما هستن هدف دیروزی رو دنبال میکنن، امروز که شما هدف عوض میشه اونا باید عوض بشن یا باید شما رو رها کنن برگردن برن یه جای دیگه؟ یعنی یه مقدار بله من خدمت شما میگم آقای پارسا، من کسایی که من یه آدم تنها هستم، یعنی من یه کار معمولی دارم. من تو مدرسه کار میکردم با بچه هایی که در واقع مشکلی دارن، و یه آدم تنها هستم، اصلا فعالیت سیاسی و اینام نداشتم، مثل خیلی از مثل 90% از آدم ایرانی های دیگه که آدم معمولی هستم و فعالیت سیاسی ندارم. و از اون موقع که من شروع کردم اصلا من فالوور در واقع اصلا من فیسبوک نداشتم. من موقع که شروع کردم من حدودا یه هفته 10 روز بعد اینکه حرکت کرده بودم، زن من و دختر من کمک کردن فیسبوک و اینستاگرام رو به وجود آوردن. من خودم دیسلکسی دارم، اصلا واسم سخت در واقع نوشتن. اجازه بدید همینو به دوستان بگید. من چون دبیر بودم و این ماجرای شما و کار کردن با بچه‌هایی که مشکل دارن، این دیسلکسی همونه که نوشتن و خوندن براشون مشکله و نمیتونن درست تمرکز کنن یا درست بنویسن. اینا همش مسائلیه که
هی ما باید بیشتر به شما باور داشته باشیم به خاطری که با همه این مشکلات داری ادامه میدی. ولی سوال آخر اینه، الان خیلی ها اومدن همین برنامه رو بعدن شما ببینید، خیلی ها دارن به شما، آقای اوستا تهرانی، آقای عباس مهربانی، آقای علی ترابی از کالیفرنیا، آقای بهزاد حسنی، اینها به شما درود میگن، شما رو تشویق میکنن، دیگه الان تنها نیستی. ولی دوست عزیز یادتون باشه فیسبوک و دوستانش، من بارها گفتم این دوستان فیسبوک خیلی خوبن، چون وقتی اینا رو داشته باشی شما احتیاج به دشمن نداری، کار دشمن رو هم انجام میدن. شما وقتی میگیم من میخوام برم ایران، حکومت موقت، انتخابات آزاد، خب این چیزی که آقای رضا پهلوی هم میخواد، انتخابات آزاد، ولی شما با این حرف دارید به دولت ایران میگید ما میخوایم بیام شما رو ساقط کنیم. و هر دولتی، همینجا من تو آمریکا مهد آزادی، یکی تو فرانسه، بره بگی من میخوام این دولت رو بیارم پایین، فوری دستبند میزنن به من، میبرن شکنجم میدن، از من میپرسن چجوری میخوای بیاری پایین. من ویدیوی شما رو دیدم، گویا در سفارت ایران در ترکیه بودید که اون پرچم رو انداخته بوده رو دوشتون و اونم آقای میگفت که اینو بردار بیا داخل ببین چی میگن. بعد دوستان به شما پیشنهاد میکردن با پاسپورت سوئدی برو. اصلا بعضی ها خبر ندارن، حتی من یه جا نوشتم اونی که به شما میگه این دست جاده رانندگی نکن خبر نداره، حتی تو کوچه هامون ما رانندگی میکنیم پلیس به ما میگه که اون طرفی رانندگی کنین که فیس به ترافیک، یعنی روتون به ترافیکه، نه یه ماشینی از پشت بیاد بزنه. ببینید شما، من شنیدم پدر بزرگ هستی، منم یک سال خورده پدر بزرگ شدم، میدونم که یه خانواده واقعا شما رو دوست دارن، مثل اینایی نیستن که امروز به شما درود بگن فردا که شما خدای نکرده کنار جاده تصادف کردی یا یه برنامه برات پیش اومد بگن کی، کامران قادری، آهان همون آقایی که راه افتاده بود. هدف شما برنامه‌تون چیه؟ بعد وسیلتون چیه؟ چون من اینجا 15 سال پیش با یه آقای مصاحبه میکردم، میگفت من 10,000 تا تانک پشت مرز ایران آماده دارم. این آقای محجور بود، میگفتن که اصلا نمیدونه که آقا هر تانکی چند نفر خدمه داره و 10,000 تا تانک پشت مرز ایران حتی صدام حسین نداره. ببینید ما از این چیزا زیاد دیدیم، ما نمیخوایم خدای نکرده شما بشی حخای سوم، بشی فولادوند چهارم، بشی شایان کاویانی پنجم، بشی آقای شهرام همایون. با خب اجازه میدین بفرمایید آقای پارسا، من همونطور که از اول گفتم من یه آدم تنها هستم، من یه آدم معمولی هستم که این سفر حدوداً 8,000 کیلومتر میشه به خاطر اینکه من در واقع زیگزاگ اومدم توی اروپا، هم الان حدود 6,000 کیلومتر اومدم تا ایرانم برسم، حدوداً 8,000 کیلومتر میشه و تصمیم دارم وارد خاک ایران بشم به هر قیمتی که شده. و به خاطر اینکه من این 8,000 کیلومتر رو پیاده اومدم در ایران، من فکر میکنم جمهوری اسلامی اگر جلو پای من فرش نندازه، یه زرش پلو با مردی چلوچاو کوبیده‌ای به من نده، براش آبروریزیه، چه برسه به اینکه یه چوگوشی به من بزنه یا اینکه نمیدونم منو محکوم به چیزای دیگه بکنه. خب سب کنید همینجا شما میگی براش آبروریزیه، مگه جمهوری اسلامی و آخوندا آبرویی دارن که بترسن یا ریخته؟ خب نه ندارن آقای پارسا. من تصمیم گرفتم در واقع هر کاری که با من میکنم، من چون کار غیر قانونی انجام نمیدم، اونجایی که من زندگی میکنم یه همچین کار مسالمت آمیزی غیر قانونی نیستش و من وقتی وارد ایران بشم به خاطر اینکه من سوئد زندگی میکنم و زن من سوئدیه، خانواده سوئدی دارم، دوست و آشناهای سوئدی دارم در تمام اروپا، آدمهای مختلفی و من هر روز میبینم و اینا منو دارن دنبال میکنن، اگه بخواد بلایی به سر من بیاره این واسه یه چالش سیاسی میشه. کامران جان اجازه بده، آقای روحانی پریروزا اینجا بود با این خانم کریستیان امانپور صحبت کرد، خانم کریستیان امانپور راجع به آقای نمازی و بابای آقای نمازی 81 ساله ازش میپرسه. دوست عزیز من، پدر بزرگی، منم نصیحت پدر بزرگانه بهت میکنم، این برنامه خوب اجازه بدید خواهش میکنم آقای پارسا، بذار برات بگم این ماجرای سوئد، اجازه خواهش میکنم، بفرمایید
پایدن نصیحت منو نکنید، چون من موقعی که این فکر اومد تو سرم و گفتم میخوام یه همچین کاری رو انجام بدم، یک سال آدم ها همه به من نصیحت میکردن که نکن این کارو، و اینکه حتی خانواده من، من تنها بودم واقعا توی این فکر، توی از اول که میخواستم این کارو کنم هیچ کس، یک نفر نبود آقای پارسا به من بگه کامران برو این کارو بکن. همه شروع میکردن نصیحت که فلانی این کارو کرد و منی اون کارو کرد، ولی من امروز 6000 کیلومتر تا اینجا پیاده اومدم و در راه هم دارم پیاده میرم ایران. الان خب فیسبوک و اینستاگرام منو خود شما دنبال میکنی، خیلی آدمای دیگه هم دنبال میکنن. الان من نتیجهشو امروز دارم میبینم، وقتی یک جوون برای من از ایران مینویسه میگه کامران من از تو دارم انرژی میگیرم. من هدف اولم همین بود، همونجور که برای شما تعریف کردم، اگر جوونی توی ایران از کار من انرژی بگیره، من به هدفم رسیدم. امروز در واقع من فکر میکنم تا اینجا که من اومدم به هدفم رسیدم. کامران ببخشید چون این برنامه مصاحبه از پیش اجازه بدید چون من خدمت شما بگم آقای پارسا، من این کارو تصمیم نگرفتم انجام بدم، این کارو من احساس میکنم در واقع مسئولیتش افتاد گردنم، همونجور که از اول با شما تعریف کردم اتفاقی شد. و وقتی به این نتیجه رسیدم که من میتونم یه همچین کاری رو انجام بدم و شاید از پس هیچ کس دیگه بر نیاد، شاید من تنها کسی باشم یه همچین کاری رو بتونم انجام بدم، برای من هیچ شکی باقی نمونده بود که من باید این کار رو انجام بدم. حالا اجازه بده در برنامه های آینده آقای قادری، اجازه بده ما چون امروز صبح دوستمون باعث شد که ما بتونیم با هم صحبت کنیم، بذارید در برنامه‌های آینده، چون من ساعت 3 هم باید برم با آقای دکتر ایران بومی از آلمان صحبت کنم، بیشتر با شما صحبت می‌کنیم. ولی من همینجا یه بار دیگه فیسبوک شما رو نشون میدم، دوستان عزیز از طریق فیسبوک با آقای کامران قادری تماس بگیرید، ضمناً آقای فضائل عزیزان و دوستان دیگه به شما سلام و درود و خسته نباشید می‌فرستن و من امیدوارم شما موفق بشید. دیگه از این بالاتر من نمیتونم چیزی بگم، ولی فکر میکنم اون دوستانی که به شما نصیحت کردن، خب اونها هم مثل من گفتن آقا مواظب خودت باش. در اصل خیلی ممنونم که با ما بودی. خیلی متشکرم آقای پارسا که این وقت در اختیار من گذاشتید. خواهش میکنم موفق باشید، به امید اینکه در آینده هم باز با شما صحبت کنیم. به امید اون روز بودم. خیلی ممنون. دوستان عزیز با آقای کامران قادری بودیم روی فیسبوک، الان یه بار دیگه نشون میدم، خیلی ساده کامران قادری، ایشون رو دنبال کنید و باهاشون در تماس باشید. خیلی ممنون از دوستمون، از اون دوستی که باعث شد این به اصطلاح مصاحبه بعد از 2 هفته که بالاخره ما همدیگر رو تعقیب میکردیم انجام بگیره. بله، اما آقا کامران مواظب خودت باش و ادامه بده، موفق باشید. مرسی، خیلی ممنون. من خدمت شماهایی که 2 تا پاسپورت دارید اینو بگم، شما وقتی میری تو سفارت ایران، که سفارت که اینجا نداره، حالا کشورهای که سفارت داری، میگی من میخوام به عنوان یه آلمانی برم ایران، میگه خب ما هم به عنوان یک دیپلمات ایرانی پاسپورت آلمانی تو بده، میدی دینید، یعنی رد شد، و اگر شما با این بری تو ایران میگیرنت. حالا بهت میگه شما چون ایرانی هستی میتونی با پاسپورت ایرانی بری داخل، و اگه با پاسپورت ایرانی رفتی، ایرانی اجازه خروج اینا نمیخواد، بله ورود نمیخواد، بله یه پولی میگیرن یا نمیدونم بلیتی میخری و میره اینا که من اصلا نمیدونم، اونجا دولت سوئد نمیتونه بگه کامران قادری سوئدی هست. بله شما 15 سالت بوده رفتی، امروز هم 47 سالته، 32 سال اونجا بودی، بر اثر یه تصادفی روش ورزشت عوض شده، به جای کوهنوردی، به جای کشتی، به جای یه چیز دیگه، دکتر بهت گفته برو راه برو. ای کاش دکتر منم به من گفته بود، چون دکتر من احمق بود، گفت چون شما کشتی میگرفتی حالا گردنتو اینها درد میکنه برو دوباره کشتی، ما هم رفتیم 3 تا مهره خرابو کردیم 5 تا. بمانه دوست عزیز و اون دوستانی که احساساتی هستن، هر روزی یه نفر میاد، اون دوستی که به شما میگه آفرین، 2 دقیقه بعدش میره روی صفحه رضا پهلوی مینویسه آفرین بر تو شهریار ایران. ولی اگه همین رضا پهلوی فردا بگه من میخوام مثل فولادوند یک آروی قرازه بخرم برم ایران، اگر به اینا گفت بیا، این میگه حالا میدونی من یه ماشین نو خریدم، با قسطشو بدم، اگه قسطشو ندم زنم نمیدونم فوشم.
اون یکی میگه من حال تازه بچم رفته مد. دوست عزیز شما به نظر میرسه از و چقدر قشنگ شما گفتید موندید توش، یعنی اولش مثل که حالا دیگه طول درواسی موندید، هیچ اشکالی نداره. طرف میاد میگه آقا من رفتم تو سفارت دیدم اینا کیان، اینا که تو سفارت ترکیه اینجور به من رفتار میکنن، من برسم ایران چجور رفتار میکنن؟ شما میگی من اگه برسم ایران حداقل یه زرش پلوی یه... نه عزیز من، خانم زهرا کاظمی ژورنالیست، عکاس، شناخته شده، کانادایی، رفت ایران کشتنش، آب هم از آب تکون نخور. چند تاش این اتفاق افتاده؟ این آقای جیسون رضاییان مگه نگرفتنش؟ مگه هر چند سال چقدر هی اومدن اینجا مصاحبه کردن ایرانیا؟ اینایی که میاد اینجا احمدی نژاد و روحانی و اینایی که میان اینا وجدانشون چیز میشه که بله این نخه آخر مبادله کرد با کی؟ با اونایی که به عنوان جاسوس، جاسوس ایرانی بودن، اینا 4 تا دادن 5 تا گرفتن 5 تا دادن، یه چیز اینجوری. شما به پای خودت داری میری تو دامی که برات گذاشتن و اونی که به شما ویزا نمیده خیلی زرنگه، میخواد شما پاد که رسید ایران به عنوان ورود غیرقانونی. چون منم که ایرانی ام الان اگه میخوام برم نمیتونم از هر مرزی شبانه را بیفتم برم. اگه پاسپورت یکی دیگر بگیری قلابی بری، اون که دیگه بدتر. اگه به ورود غیرقانونی بری، آقا این سازمان شلخته مجاهدین طرف میخواد ازش جدا بشه، میگه من شما رو 2 سال میذارم تو قرنطینه که اطلاعات پربار ما خالی بشه، میندازتشون تو زندان آمریکایی‌ها، و شما میخوای بری به یک کشوری که 38 ساله به دنیا نشون داده اهل هیچ منطقی قراردادی نیست و هر کاری دلش میخواد انجام میده، شما میخوای بری اونجا و براتون دست بزنن؟ و اینایی که میرن کنار قبر کوروش سرود میخونن، اونا بیان اونجا مهمونی بذارن؟ گود لاک، موفق باش. شخص خوندن نه اصلا اینطور نیست. اوکی بگو چجوره. دیدم فیلم پر میکنی، اتفاقا دیدم بعض وقتا برای که اصلا مودت عوض بشه میرقصی، ولی اگه با رقصیدن ایران آزاد میشد باور کن سالها پیش ما آزادش کرده بودیم. انقدر توی این 13 بدن توی چند تا پارک مختلف غیر میدیم و میرقصیم که اصلا دیگه الان ایران آخوندها باید نابود شده باشن. پس نشون دادن که با رقص نمیشه. اگه قرار بود با تظاهرات جلو سازمان ملل، سالها سازمان مجاهدین میره این کار جلو سازمان ملل میکنه، چه موقعی که توپ داشتن و سرباز داشتن با الانی که همشون سالمند شده. دوست عزیز، هدف، برنامه، وسیله. شما هدفت عوض شد، برنامه‌ت معلوم نیست. خود این زیگزاگی که میگی، بله ما میدونیم که از سوئد استکهلم نمیشه یه خط راست کشید به تهران و بعدم شیراز، بالاخره جاده اینجوری زیگزاگ داره. وسیله، این آقایی که به شما میگه درود بر شما، ورود بر شما، ببین امشب 4 تاشون پول آبجو امشبشون رو، پول 10 دلار رو میریزن به حساب شما، یا شما یه فشاری آوردی رو خانوادت. دوست عزیز، به این دوستان فیسبوک اصلا اطمینان نکن. بنده بیش از 13,000 تاشو دارم. ببین دیگه از بی پولی مجبور شدم موهامو اینجوری کوتاه کنم و این کلا رو بذار رو سرت که اولا کسی کلا سرت نذاره، بعد این بندشم سفت کن که کسی کلاتو بر نداره. خیلی جالبه، تو یک زبان ما داریم کلا سرت نذارن، بعد اون یکی میگه کلاتو بر ندارن. این کلاها دوستان خیلی خوبه، اگر تو آفتاب و اینها میرید، شکار میرید، راهپیمایی میرید، اینها کلاهای خوبیه. خواهشن در مورد من، وقتی من رو خط نیستم در مورد من صحبت نکنید. کامران عزیز، شما حتی از قانون مدیا چیزی نمیدونید. قانون مدیا شما میای صحبت میکنی، الان آقای حخا اینجا نیست، من درباره‌اش صحبت میکنم. مسعود رجبی اینجا نیست، من درباره‌اش صحبت میکنم. من درباره همه کس و همه جا میتونم صحبت کنم. اگه شما فکر میکنید غیر قانونیه، برو از من شکایت کن. شما قانون مدیای کشورهای آزاد رو نمیدونی. من اصلا نمیخواستم با شما مصاحبه کنم. بذارید من نوشته و دوستان به شما نشون بدم، با وجود که این آقا گفته که اسم من نگو و اینها، ولی من سعی میکنم اون نوشته رو نشون بدم بهتون و اسم ایشونم نمیگم، ولی برای ایشون نوشتم. من یک بار از یک نفر دعوت میکنم به عنوان مهمون، حالا چلو کباب و
زرش پلو براش نمیذارم، نون و پنیر و سبزی میذارم، نون و پنیر و تروبزه تروبچه براش میذارم. ما شیرازی ها به تروب و تروبچه میگیم تروبیزه. ولی اگه نیومد دفعه دیگه خاص بیاد، اقلا باید زنگ که میزنه بگیم اقا من دیدار چلو کباب میگیرم میارم. ببینید رسم اینه. خب بذارید من براتون، با ایشون تو فیسبوک بودم، خدایا این اینایی که ما نوشتیم و داریم چقدر من خوشحالم که هست، میشه نگه داری و همه چیز رو میشه نشون داد. من اصلا یعنی امروز شما چون زنگ زدید و نوشتید رو فیسبوک، مردم دارن میبینن، نوشتید خواهشن با من صحبت کنید، ما میگیم بابا این آقا هم جوونه، حالا جوونتر از منه و خواهش میکنه، بالاخره یه ایرانیه، یه چیزی خواسته از ما که در اختیارمون هست. و بذارید ببینم خدایا اینقدر ما در حین روز این بره این بله اینها ببینید این نوشته. حالا نگاه کنید دوستان، صبح ساعتشم به شما میگم 2:45. ببینید ایشون چندین بار لطف کرده، هی زحمت کشته، هی پیام گذاشته، مثل که فیسبوک پیام 1 دقیقه ای رو بیشتر قطع میکنه. ببینید نوشته من برای ایشون نوشتم، بعد از اینکه ایشون نوشته خواهش میکنم به دلایل شخصی در برنامه اسمی از من برده نشود، یعنی شما بدون واسطه با آقای قادری در تماس هستی. ببینید ایشون یکی از دوستای خوب شماست، حاضر نیست حتی اسمش گفته بشه. حالا شما به خاطر به اصطلاح این دوستان خودتون رو به درد سری انداختید که از فردای خود خبر ندارید. ببینید من برای این آقا، من فارسی هم برام خیلی مشکلی بنویسم، نوشتم کاکا جون ممنون از شما که این همه زحمت کشیدی، من هنوز نفهمیدم ایشون چه برنامه ای داره در مردم تیوی. من فقط یک بار از دوستان دعوت میکنم، اگر آنها نیامدن تقصیر من نبوده. شما میدونید وقتی که من بگم هدفم براندازی یک حکومت هست، آن حکومت قانونن میتونه من را از بین ببره. شاید به همین دلیل است که میگن اصلاح طلبان در ایران نمیگن ما میخوان دولت رو بندازیم، میگن میخوایم اصلاح، که دولت نتونه بگه خب تو میخوای ما رو از بین ببری پس ما هم تو رو از بین میبری. من به شما قول میدهم، حاضرم شرط ببندم که این دوست ما اشکالاتی دیگر هم دارد که اینجوری سر به بیابان گذاشته. دوستان عزیز ببینید ما دیگه تو ایران یادتونه میگفتن آخه ما چند تا پیرن بیشتر از اون یکی که 50 سالشه مثلا پاره کردیم. پیرن پاره کردن حالا یا از بس پوشیدی تجربه، یا از بس تو ایران دعوا میکردیم، به هر دو معنی. من نمیخواستم این نوشته رو نشون بدم، چون ایشون از قانون میدیا خبر نداره. چی بود یه نفر دیگه میگفت وقتی من رفتم، آها این فخرآور شرم‌آور یه دفعه گفت من از اینجا که رفتم دیگه شما و بینندگانتونم نمیتونید درباره من صحبت کنید. گفتم بفرما، شما که رفتی تازه من بیشتر میتونم صحبت کنم، چون دیگه وقت همش میشه مال من. در صورت دوستان عزیز ساعت 3 بعد از ظهر یعنی 3 دقیقه دیگه با آقای دکتر ایران بومی هستیم تا یه مقداری درباره انتخابات آلمان برای من توضیح بده جامائیکا چه ربطی به این انتخابات تندروا و اینها داره. و الی آخر یک بار دیگه برای آقای کامران قادری آرزوی موفقیت میکنم، ولی ایشون خودش هم نمیدونه چی میخواد. وقتی یک کسی نمیدونه چی میخواد مجبوریم بگیم آقا هر چی میخواد. دیده بودید به فقیرها وقتی پول میدادید اون که شما رو نمیشناخت میگه برو جوون الهی هر چی از خدا میخوای بهت بده، ولی یه نفر دیگه میاد میگه آقا من میخوام برم دولت جمهوری اسلامی رو بندازم، طرف میگه آقا موفق باشی، یعنی این هدفت برسی. در اصل چون من نمیدونم شما چی میخوای، الهی جوون بری هر چی که از خدا میخوای، چه امروز چه فردا که عوض شد بهت بده. ولی این راه که شما میری به پاسارگاد شیراز اگر ختم بشه شما شانس آوردی. بله کامران من نگرانم که در ایران دوچار مشکل بشه. بچه شیراز علی ترابی برنامهشم بعد از برنامه خودم پخش میکنم. در شیراز نه، هر مرزی که برسه بیاد داخل اونجا مشکل براش درست میکنن، مخصوصا کسی که اینجوری داره روی فیسبوک. دیدید من حتی احتیاط رو به اصطلاح رعایت کردم، گفتم شما اگه نمیخوای بگی کجا هستم نگو، ولی خودش میگه من اینجا هستم، اینقدر کیلومتری سوریه هستم. حالا اگر
به اصطلاح دروغم بگه من برای من اوکیه، بایدم اینجوری باشه که نگه من کجا هستم. ولی آقا این پدر سوخته ها از جی پی اس رو، از فیسبوک و از آی پی که میفرسی میدونن کجا هستی. خودت هم که عکس میذاری امروز چی خوردم، کجا کفشم رو بردم. امیدوارم شما موفق بشی، امیدوارم دوستانتون که حتی در این برنامه‌ای که من دارم به شما مجانی میدم دارن به من فوش میدن، اونا کمکت کنن. ولی اینا دوست نیستن. دوستی که موقعی که من دارم با شما مصاحبه میکنم میکروفون رو آزاد دستت گذاشتم میاد مینیسه سوربی باد سورب داخت و دهنش بریزن، این آقا این آقا دموکراته؟ این آقا دوست شده؟ شما میخوای با همچین کسی دوست باشی؟ کیومرث فلان پاکش کردم، گفتم برو آقا گم شو، بعد بیا یه بار دیگه دیلیت، یعنی بلاکت میکنم، بیا اقلا بفهمم کجا بودی بلاکت کنم. خب شما من رو قطع کردید. بله عزیزم، من که نمیتونم 2 ساعت برنامه به شما بدم. شما 2 ساعت برنامه ویدیو بفرست پولشو بده، من 2 ساعت پخش میکنم خودم هم خفه میشم. ولی ما اومدیم نشستیم اینجا، پرونده داریم، کاغذ داریم، 30 تا ویدیو دارم نشون بدم، نمیتونم هر کسی اومد بذارم قصه بی بی هور و بی بی نور رو بگه. دوستان عزیز بریم آلمان. نه این رفتیم سراغ آقا کامران، ببخشید آقای کامران، بریم سراغ آقای شهرام ایران بومی. بله خیلی جای تأسف ها، و همین دوستانت بگو پول بدن، اصلا یه تلویزیون 24 ساعته، تلویزیون 24 ساعته داری شما، فیسبوک داری. آقای شهرام ایران بومی دکتر عزیز، چرا تصویر نداری؟ جناب صدای من شما داری؟ صداتونو دارم. دوستان عزیز با آقای ایران بومی هستین. اگه تصویرتون اشکال داره، اینترنتتون ضعیفه، میتونم فیسبوکتون رو نشون بدم، چون به نظر میاد تاریک بیرون هستید شما، نه؟ بله اگه لطف کنید. خب پس شما ویدیو رو قطع کن، همون برگرد به اون اول، عکس خودتون بسیار زیبا. دوستان عزیز با آقای دکتر شهرام ایران بومی هستیم، ایشون وکیل هستن. حتی یک کیسی من دیدم که ایشون از یک خانومی که به اصطلاح حجاب دارن دفاع کرده بودن که من درباره اونم میخواستم صحبت کنم، متاسفانه نتونستیم. ایشون همش یا در سفر هستن، سمینارهای مختلف، یا اینکه بعضی وقتا عکساشو دیدم از داخل زندان برای کمک به دیگران، که من به عنوان یه ایرانی به نوبه خودم از ایشون ممنون و متشکرم. ولی بحث امروز ما آقای ایران بومی، این تسلیت بهتون بگم برای انتخابات آلمان، نه چی بگیم، یه مقدار راجع به انتخابات صحبت کنید و ماجرای این جامائیکا و این که حالا خانم صدر اعظم به اصطلاح امیدش به اوناست یعنی چی، من اینو متوجه نشدم. بفرمایید. درود بر شما جناب سوربی و بینندگان و شنوندگان عزیزتون. من از فرانکفورت دارم با شما تماس میگیرم و یک 2-3 روز هستش از انتخابات پارلمانی 2017 آلمان میگذره. در اینجا یک شوک سیاسی به سیستم قضایی، سیستم سیاسی، سیستم اجتماعی وارد شد و کلید این شوک مهاجرین بود. خانم مرکل که در واقع کمک اومد بکنه به مهاجرین، باعث شدش که مقدار زیادی از افرادی که در آلمان شرقی بودن به طرف حزب ملی‌خواه و شوونیست AfD برن و این خودش بالای 6 میلیون رای این گروه ضد خارجی ها آوردن و خیلی هم از افرادی که در آلمان حتی رای نمی دادن فقط برای اینکه مخالفت بکنن با این تصمیم صدراعظم آلمان رفتن و رای بر علیه سیستم دادن. ما میتونیم اینو البته از یک زاویه که شما فهمیدید تسلیت به عنوان منفی ببینیم، ولی میتونیم از اون طرف هم بگیم نیمه لیوان پره و مثبت ببینیم. چرا مثبت؟ این نشون میده این کشور چه دموکراسی قوی داره، نشون میده که چقدر مردم اینجا حرفشون در سیستم پارلمانی اینجا ارزش داره، نشون میده که حتی اون یک نفری که در آلمان شرقی که خودش رو هیچ حساب میکرد تونست بیاد به دولت نشون بده و دولت هم مجبور هستش حرف شهروندهای خودش رو گوش بده. از این لحاظ میتونیم هم نگاه کنیم به تعداد افرادی که این بار رفته بودن به رای، که بالای 75% از رای کسانی که رای میتونستن بدن، خود این نشون میده که این جامعه چه بلوغ سیاسی داره که از هر 4 نفر 3 نفرشون رفتن و رای دادن و حالا نتیجهش به هر طریقی منفی از دید بعضی ها، از دید بعضی دیگه این شاید منفی نباشه بلکه
سیاستمداران بیشتر باید توجه کنند به احساسات مردم. بفهم. شما گفتید که مردم به اصطلاح رأیشون حساب میشه، ولی ما دیدیم که بعضی وقتا از احساسات مردم سوء استفاده میکنن و رأیی که میدن حتی رأی خودشون نیست که در حالت معمولی میتونستن بدن، و توی آمریکا الان این ثابت شده. یکی یکی مصاحبه میکنن با افرادی که 9 ماه پیش 10 ماه پیش به ترامپ رأی دادن، الان میگن ما اون موقع عصبانی بودیم به خاطر برنی و به خاطر هیلری و الان متاسفیم، ولی دیگه تأسف جایی نداره. ولی شما میگید که این به اصطلاح انتخابات جدید جای این داره که به اصطلاح یه امیدواری هم هست که یک اون نصف لیوان پره. نصف لیوان پر چیه به غیر از این که رأی مردم حساب میشه؟ چه چیز دیگه هست؟ اگه اول اجازه بدین در رابطه با این موضوعی که شما مطرح کردین، افرادی که رأی میدن آیا رأیشون ارزش داره؟ یک. دو، آیا به طریقه دیگه میشه آراء مردم یک کشور رو، شهروندای یک کشور رو شناخت و سیاست یک کشور بتونه به اینها توجه کنه؟ شاید اینو کوتاه براتون توضیح بدم، جالب باشه. ما میدونیم که در روزی که انتخابات در آلمان بود، ساعت 6 بعد از ظهر، در قبل از اینکه ساعت در واقع 6 و 1 دقیقه نشده بود، اداره هایی بودن، شرکت هایی بودن، دانشگاه هایی بودن که دقیقاً تا یک عدد بعد از کما جواب رأی رو آوردن و در تلویزیون اعلام کردن. چون ساعت 6 بعد از ظهر بسته شدش و آخرین بسته شدن این شرط رو داره که بعداً این اداره ها و این شرکت ها و دانشگاه هایی که تحقیقاتشون رو انجام میدن به عنوان دموسکوپی بتونن آمارشون رو به رادیو تلویزیون ارائه بدن. جالبی از سوال شما شاید این باشه، در آینده اگه قانون اساسی ایران باید آماده بشه، ما میتونیم به جای همه پرسی که به عنوان انتخابات اسمش گذاشته میشه، به وسیله مدرن‌ترین روش یعنی دموسکوپی، با کمتر از 20,000 نفر میتونیم شما رأی کل یک کشور رو در کمتر از یک روز شناسایی کنیم و شما میتونیم در هر ماه دوباره کنترل بکنیم که جامعه و مردم و شهروندان چه فکری میکنن. این سیستم رأی که ما الان داریم یک سیستم قدیمی هست و در آینده با استفاده از تکنیک های مدرن علمی کاملا میشه هم ارزونتر هم سریعتر انتخابات و همه پرسی رو هماهنگی کرد، که در علوم سیاسی و در علوم قانون اساسی این بحث الان خیلی مدت زیادی انجام داده میشه و در کشورهایی که در آینده قانون اساسی شنو میخوان تدوین کنن حتما باید چشمشون هم به این جدیدترین روش‌های انتخابات باشه. یه دوم چیزی که شما فرموده بودین در رابطه با ارزش رأی، ما اگه نگاه بکنیم یک انسان در یک جامعه که 60 میلیون رأی دهنده خواهان بود، شاید ارزش یکی زیاد نباشه، ولی یک جمع از تک تک ما درست میشه و اگه یک نفر بلند میشه و میره رأی میده و بعدا متوجه میشه که خب به هر حال سوء استفاده ازش شده، این علت نمیشه که ما بگیم که انسان فعالیت فکری خودتو بذار کنار و بذار یک عده کم برای تو تصمیم بگیرن و اونها باشن. همین افراد کوچیک هستن که میتونن جامعه رو تغییر بدن و برعکس اتفاقی که من در آمریکا به عنوان منفی شما میگین، یک تعداد کوچیکی که گروه آقای ترامپ هستن تونستن تیک اوور کنن سیستمو و شما میتونید ببینید که چجوری میتونه یک گروه کوچیک حتی وقتی گروه بزرگتر خوابیده باشن اینها رو بیادش کنار بزنه و شاید از این سیستم بشه استفاده کرد برای تغییرات کشورهای دیگه. بفهم. دوستان اولا دقت کنید این آقای دکتر ایران بومی چقدر قشنگ مصاحبه میکنه، با وجودی که من از قبل وقت گرفتم از ایشون، به ایشون گفتم این وقت مال ایشونه که ایشون صحبت کنه، ولی چقدر به ترتیب پاسخ میده، سر موقع میگه شما بگو، من از ایشون ممنونم و ای کاش اون دوست قبلیمون از اینها یاد بگیره. آقای دکتر ایران بومی عزیز، شما گفتید که روش‌های جدیدی که اومده و وسایل جدید، ما داریم توی آمریکا میبینیم که روسیه با پرداخت 100,000 دلار، این که تا حالا پیدا شده، به اصطلاح از طریق فیسبوک
چنان تبلیغات منفی و دروغی انجام داده که نتیجهش آقای ترامپ بوده، مخصوصا چون شما گفتید اون شخص از شرق آمریکا، از شرق آلمان به اصطلاح تونسته همچین چیزی برسه. آیا فکر نمی کنید اون ترس و وحشتی که در فرانسه هم بود که روسیه دخالت کنه، روسیه در آلمان دخالت کرده باشه و متاسفانه در آلمان به نتیجه رسیده باشه؟ جناب زورده گرامی، من یه وکیل پایه دادگستری هستم و نه یک تجزیه تحلیل کننده اخبار و یا سیاست مدار، و به خودم اجازه نمیدم خارج از حیطه قسمت خودم بخوام عقیده‌ای که ندونم و نتونم خودم شناسایی کرده باشم در اون رابطه عقیده‌ای بیان کنم. من نمیدونم روسیه تا چه حد در این اطلاعاتی که گفته میشه واقعا تأثیر گذاشته و نمیتونم اینو بدونم، چون اطلاعاتی که به وسیله رادیو تلویزیون در این رابطه پخش میشه آیا درست است، خود اونم زیر سوال من میبرم، چون خود همین اطلاعات میتونه دوباره ضد اطلاعات باشه و بخوان به هر علتی یک نوع اشتباه در افکار عمومی اطلاعاتی رو پخش بکنن. از این لحاظ بذاریم بریم سر یه چیز خیلی بهتر که برای شما هم جالب هسته، جامائیکا که فرموده بودیم، اگه موافق هستیم بفرمایید. شما فهمیدین که الان یعنی چی؟ چون در آلمان در بحث میشه که در آینده دولت آلمان دولت جامائیکا خواهد بود. چرا این کلمه رو در دولت آلمان الان توی دهنا هستش و چرا از کلمه جامائیکا در سیاست آلمان داره استفاده میشه؟ خلاصش پرچم کشور جامائیکا. کشور جامائیکا پرچمش از رنگ سیاه، زرد و سبز تشکیل میشه و چون در انتخابات آلمان در حزب‌های اینجا رنگ دارن و تنها شانسی که خانم فرد اعظم اجالتاً برات هست اینه که با حزب زرد و حزب سبز که خودش هم حزب سیاهه یک ائتلافی کنه و برای همین میگن که حزب جامائیکایی خواهد شد. البته این هم اجالتاً بیشتر یک تئوری هست و در عمل هنوز خیلی مشکلات زیادی در احزاب هست، مخصوصا حزب خانم مرکل که خودش یک حزب خواهر داره در بایر که یک ایالت آلمان هستش و قسمتی از حزب مهمی در آلمان هستش. اینها حاضر نیستن که با احزاب مثل حزب سبز ائتلاف بکنن، برای همین خانم مرکل شاید به تنهایی نتونه یک دولت رو اونجوری که در قبلا داشتش تشکیل بده. بفهمید، من دو سال پیش وقتی اومدم آلمان ویسبادن اینها رفتم، دیدم یک آدمهای کوتوله‌ای درست کردن کنار خیابان با به اصطلاح نماینگر حزب سبز بود. حالا این چیزی که شما توضیح دادید پس اصلا ماجرای جامائیکا یا تعداد جامائیکن اینها نیست و این فقط یک سمبولی شده که حزب زرد و سبز و پار اینها به اصطلاح با هم ائتلاف یا مشارکت خواهند کرد، درسته؟ هم صد درصد هم شما درسته و کنار اونم البته افرادی که مخالف خانم مرکل هستن از جامائیکا استفاده میکنن برای خراب کردن خانم مرکل، چون اگه توجه کرده باشین عکسایی که در اینترنت به عنوان افرادی که در جامائیکا هست بیشتر انسانایی هستن که ریلکس هستن، سیگار بغل لبشونه، دارن آهنگ میزنن کنار دریا و خیلی بیخیالن و خانم مرکل و یه مرکلداری میخوان به این طریق هم عکسایی که الان توی روزنامه‌ها و کاریکاتورها جا میشه خیلی یک مقداری میشه گفت بی احترامی بهشون میکنن و بهش یک جامائیکایی میخوان نشون بدن، از جامائیکایی که همه اینجوری نیست ولی به این نحو نشون میدن که این خانم فقط برایش اینی که به قدرت برسه مهمه و این که دیگران چه بدبختی دارن و چه مشکلاتی دارن رو رعایت نمیکنه. واقعاش هم بحثی که الان در آلمان بحث شدیدی هستش، کلید اصلی این دیزاستر، این اتفاقی که افتاده، مهاجرین آلمان بودش و واژه مهاجرت در اینجا میتونه در آینده باعث خیلی تحولات اجتماعی بیشتری هم بشه. بفهم. ممنونم از شما. شما راجع به جامائیکا که صحبت میکنید، اینجا هم خیلی معروفن به کشیدن حشیش و ماریجوانا و خوندن اون موزیکای به اصطلاح آروم و اینها، و شما چون گفتید که باز این لیوان نصفیش پره، حالا نگرانیتون رو ما شنیدیم که به خاطر مهاجرین چنین شده بود اینها، از اون امیدی که دارید بگید که حالا که اینجوری شده آیا برای مهاجرین وضع بهتری میشه؟ چون من یادمه وقتی بعد از اون، من 86 از آلمان اومدم اینجا، بعد 91 که برگشتم
دیدم که خیلی جاها اون قوس لندرگوه اینها رو دیدم، یعنی چون شرقی ها اومده بودن اونجا، اونها میگفتن ما آلمانی هستیم، پس مثلا این ایرانیه، این افغانیه باید بره، ترکا باید برن، و حتی مسئله کمبود مسکن برای اجاره هم یه چیز دیگه بود. ولی خب مثلا از توی همونها یه قانونای پیش اومد، به ترکا کمک های مالی کردن که اگه میخوان برگردن با یک پولی برن و اینها. شما چه امیدی دارید در آینده آلمان؟ ببین بازم بگم جا من به عنوان یه وکیل میتونم عقیدم رو بدم که محدوده و از لحاظ قانون وقتی که من نگاه میکنم مشکل ما مشکل مربوط میشه به مسائلی که در قانون ما به حد کافی رعایت نشده و جلوگیری از ورود افرادی هستش که واقعا شایسته نگهداشتنشون در آلمان نیست و پناهنده واقعی نیستن و سوء استفاده از سیستم سوسیالیستی اروپا و مثلا آلمان میکنن. این سیستم قضایی آلمان به علت اینکه بالای 1 میلیون تعدیا میگن 2 میلیون نفر پناهجو یهو وارد شد و اغلبشون هم به علتهای سیاسی در واقع نبود، این باعث شدش که کلن سیستم پناهجویان کل سیستم سوسیال آلمان و خانه و کار رو زیر سوال ببره و با توجه به اینها لحاظ معلومات و درس هم محدود سواد داشتن و نمیتونن با اینترنت کار کنن و کارهای تکنیکی جدید و بلد نیستن، حتی اینها رو نمیتونستن به کارخونه ها بفرستن و ازشون اونجوری که فکر میکردن در 60 سال پیش که از مهاجرین ترک استفاده کنن نتونستن از اینها استفاده کنن و اینها همینجوری در جامعه پخش هستن. بعد دوباره مسئله که پیش اومد بیشترشون اغلب آقایون هستن، آقایون جوان هستن که باید 6-7 نفری توی اتاق باشن و کمبود رابطه انسانی باعث میشه که اینها یه مقداری از لحاظ روحی خشن‌تر رفتار کنن در جامعه، که باعث شد در آلمان بسیار مسائل حقوق جنایی دیدش عوض بشه، دادگاه‌ها کارمند کافی نداشتن، پلیس کارمند کافی نداشت. در شب سال جدید در کریسمس شاید شنیده باشین در شهر کلن یه تعدادی از این مهاجرین که از کشور شمال آفریقا اومده بودن و به اسم پناهنده بودن دزدی کردن، یه تعداد زیادی به خانوما کارهای خیلی نامناسب کردن و و و. اگه ما در سیستم قضاییمون یک مقداری کارمند بیشتر می‌داشتیم، یک مقداری بیشتر و کنتر میتونست دولت قانونی که ما داریم اجرا میکرد، شاید به این نحو مردم نمیترسیدن. این ترس از در واقع نبودن امنیته. امنیت وظیفه یک دولتی که به مردمش بده. اگه من امروز در کشور آلمان از داشتن اسلحه خودداری میکنم و میخوام دولت این وظیفه رو داشته باشه که حمایت کنه از من نوعی، پس وظیفه‌ش اینه که بعد کافی پلیس و قاضی در اختیار جامعه بذاره. در الان ما این مشکل رو داریم. بفهم. من ممنونم از شما. ازتون خواهش میکنم که اگر ویدیویی وقت کردید و برای ما درست کرد، یعنی برای فیسبوک درست کردیم، برای ما بفرستید تا حتما به نمایش بذاریم. دوستان اسم آقای دکتر شهرام ایران بومی رو در یوتیوب یا در گوگل به اصطلاح تایپ کنید و ویدیوهایی دارن در همین کانون دوستداران فرهنگ. خود ما چندین بار ویدیوهای ایشون، ویدیوی دخترشون اینا رو پخش کردیم و باید یاد بگیریم. ببینید چند بار ایشون میگه من در رشته‌ای که سر رشته دارم فقط صحبت میکنم. آقای ایران بومی، من به نوبه خودم از شما ممنونم که یک مصاحبه خوب برای تلویزیون ما انجام دادید. من ساکت میشم. اگر چیزی دارید امروز بفرمایید، اگر نه به من قول بدید در برنامه های آینده هم با شما باشم. اگه اجازه بدین در انتهای این گزارش کوتاه از آلمان بگیم که ما خودمون به عنوان شهروندان ایرانی آلمانی در آلمان چی کار کردیم. شاید جالب باشه برای بقیه ایرانی‌ها در آمریکا، در استرالیا، در ژاپن، در هر جایی که صدای برنامه شما رو میشن بدونیم که ما هستیم که این کشورها رو اومدیم وارد شدیم و اگه ما در این کشورها زندگی میکنیم وظیفه حقوقی و وظیفه اجتماعی داریم که در پیشرفت دموکراسی هم فعالیت کنیم و اگه ما احساس میکنیم که افراد ضد بشر دارن فعالیتشون رو بیشتر میکنن، در همین کشور هم ما باید فعالیت بکنیم برای جلوگیری. برای همین برای
کسانی که برنامه شما رو گوش میدن و احیانا در منطقه فرانکفورت هستن، ما در شهر فرانکفورت فردا شب پنجشنبه یک برنامه‌ای گذاشتیم با سیاستمداران نمایندگان مجلس در رابطه با آینده ایرانیان در آلمان و با تعدادی از نمایندگان مجلس و همینجوری رادیو تلویزیون. بلافاصله تونستیم این برنامه رو در شهر فرانکفورت همایشش رو درست بکنیم و می‌خوایم به این جامعه نشون بدیم که سکوت ما نمی‌کنیم، بلکه از حق انسان‌ها دفاع می‌کنیم و با قانون می‌ذاریم هر کی حرفش رو بزنه. اگه اونها حرف خودش رو می‌زنن، ما هم فردا در فرانکفورت این کار رو خواهیم کرد. من از شما ممنونم. میتونید چند دقیقه درباره اون کیسی که داشتید یه خانمی با حجاب بود و اینها صحبت کنید یا نمیخواین الان صحبت کنید؟ من فقط میتونم بگم در اینترنت خب نوشته شده، بنده وکیل خانم محجبی هستم که در آلمان بهش اجازه داده نشد با این روسریش مشغول به کار باشه و چون دادگاه عالی اروپا در امسال دو حکم صادر کرد که کارفرما اجازه داره از اقدام افرادی که روسری به سر هستن خودداری کنه، این اداره هم اعلام کردش که خانمی که روسری به سر هستش اجازه کار نداره و بنده به عنوان وکیل از این پرونده دفاع میکنم، زیرا پوشیدن و یا نپوشیدن لباس حق یک زنه، حق یک زنی که تصمیم بگیره آیا میخواد با بیکینی بره یا میخوادش با روسری سر کارش بره. و اگه دولت ها میخوان به زن ها بگن که شما نمیتونید تصمیم بگیرین و ما هستیم که برای شما تصمیم بگیریم، بنده با علم حقوق دفاع از حق انسانی خانم ها میکنم و امیدوار هستم که اشتباه نشه. این انسان خودش حق داره که تصمیم بگیره چی توی سر مهمه نه چی روی سره. موفق باشید. من ممنونم از شما، به امید دیدارتون در برنامه‌های آینده و به امید اینکه به همین روش یعنی رسوندن اطلاعات به دوستان و ایرانی‌ها ادامه بدید. ضمناً اگه اون لینک چیز رو هم زیر فیسبوک زیر این ویدیو بذارید برای پنجشنبه که گفتید، من ازتون ممنون میشم. سپاسگزارم. درود بر شما و روز خوبی داشته باشید. مرسی عزیزم. دوستان عزیز، 21 دقیقه من با یک ایرانی صحبت کردم. همینو برگردید، البته آقای نادر گلپا خیلی بهش خوش آمد میگم. بله این و سعید این دو روز الان فیسبوک این کارو میکنه و فقط ویدیوی من تنها نیست، ویدیوهای خیلی ها رو که برنامه لایو دارن مثل که بعد از یه ساعت که میشه طرف رو میچرخونه میگه دیگه خیلی بیدار بودی برو بخواب. در اصل یه اشکالی هست این قسمت ویدیو رو، من هیچ کارش نمیتونم بکنم، من به چیزی دست نزدم، حتی نوشته های ما رو اینجا برعکس میکنه. و برای اینکه به اون دوستمون آقای کامران قادری یک چیزی یاد داده باشیم، چون ایشون هم معلم هست و اینها، من الان که آقای ایران بومی نیست درباره‌اش صحبت میکنم. ایشون نمیتونه بگه درباره من صحبت نکن. میگم ایشون برنامه داره پنجشنبه، قبلا هم توی دوسلدورف برنامه گذاشته بود، توی فرانکفورت برنامه میذاره و خیلی هم جالبه، میره یه جای هات داگ میخوره، عکس هات داگش داره میخوره میذاره، میره تو زندان از زندان عکس میگیره میذاره. اگه اشکالی هم کارش داشته باشه صحبت میکنم. اینجوری که من دیگه رفتم شما صحبت نکن، این که میشه دیکتاتوری. دوست عزیز، من تا اینجا هستم، شما وقتی اینجا هستی نمیذاری من حرف بزنم، ولی میخوام دوستان یه چیزی بهتون نشون بدم تا دوستان آقای کامران قادری رو هم بشناسید. و باز تشکر میکنم از آقای علی ترابی که میفهمه اینجا حالا ما چه مشکلی داریم. علی جان، به همون سادگی که جیزز رو بردن با پای نمیدونم صلیب و اینها نیست، این کاری که ما میکنیم از کار جیزز و نمیدونم این دوستانم از اون رومی ها خونخوارترن. ببینید یه آقای هست به نام خودش نوشته فریدون فرخزاد، آقای بله این نوشته که آقای سوری موهاتو کوتاه کردی خوشگلتر شدی. من که بهت گفتم علی جان من خدا هستم، امروز با شکل خدا میام و خدا نمو داره نه سیبیل داره، حالا موهام هم این به اصطلاح ابروهام هم میخوام بزنم. ضمن قرار نقش آقای آندره آقاسی رو بازی کنم یا مستر کلین هست، عکس‌ها رو بفرستید تا من این دوتا عکس رو تو برنامه نشون بدم. ولی نگاه کنید، اول نادر جان این اشکال از من نیست، از فیسبوک از برنامه لایو بشه.
اگر شما هم لطف کنید برای فیسبوک بنویسید اونجایی که فیدبک هست منم بنویسم، این اشکال رو رفع میکنم. ولی ببینید آقای علی ترابی برای این آقای بینام و نشانی که نام یک مرده رو برای خودش انتخاب کرده به نام آقای فرخزاد چی گفته؟ نوشته آقای فرخزاد، آقای فرخزاد، فریدون فرخزاد، شما که نمیترسی نه اسم و فامیل حقیقی گذاشتی، میبینید مثلا میپره بالا، من نمیدونم چه کار کنم. حالا بعد میخوام بهتون بگم ما باید با این فرخزادها چگونه رفتار کنیم. ضمناً ببینید تو برنامه زنده الان اینجا تمام کسایی که قبلا چی نوشتن یه دفعه پرید و رفت. این دوستمون نادر گلپا نوشته سپاس، متوجه شدم اتفاقا تو برنامه یکی دو روز پیش بود راجع به چلو کباب توی مدرسه صحبت کردم و باز هم من سر حرفم هستم که ما لیوان خریدیم ولی به ما هیچی ندادن، ولی این دوستمون آقای گلپا که در گلپایگان درس میخونده بهش چلو کباب میدادن. کیف میکنیم ما که با چلو کباب خورده بریم سر کلاس. من نمیتونم پیامای اینها رو چجوری باید پیدا کنم، فقط میخواستم بهتون برخورد این دوستان رو ببینید. آقا الان گفتم آقای شهرام ایران بومی، این بنده خدا لینک برنامه ای رو که فردا قراره اونجا باشه برای ما فرستادن، منم میذارم از زیر فیسبوک. آقای قادری عزیز من، چون در مثل مناقشه نیست، توی شیراز میگن کسی که میخواد گوهی بخوره قاشق گوه خوریشو با خودش میاره. خمینی 15 سال رفت قاشق جمع کرد تا بعدم چیزی خورد که الان امروز هم ما هنوز نتیجهش میبینیم. 15 سال رفتن فلسطین و بحرین و نمیدونم هر جایی که میتونست، لبنان، 15 سال رفتن از هر جایی که پول میتونستن جمع کردن، 15 سال رفتن از بازاریا پول جمع کردن، 15 سال رفتن با سوادای مثل ابوالحسن بنی صدر رو حسابدان سیاستمداردان اینا رو گیج کردن. شما یه ناراحتی تو زندگیت هست، بلند شدی به خاطر اون ناراحتیه راه افتادی زدی به کوه بیابان، یه مش آدم بیکاری که در آرامش خونهشون نشستن، چایشون اینجاست، آبجوشون اینجاست، دوست دختر آلمانیشون هم اونجاست، برای شما مینسن برو فرزند کوروش. اینا فردا اگه شما زندان افتادی مثل آقای صبری حسنپور، من بودم که به صبری حسنپور که خانم شیرازیه و قشقاییه میگفتم آقای حسنپور به حرف این دکتر آبار بیچاره درمونده گوش نکن، این بدبخت فقط دنبال یه میکروفونه که زرزر کنه، حالا هم که دیگه تلویزیون خودش زده. اون بدبخت اندب کرد به زندان، آقای آبار تلویزیون دار شد. حالا ماجرای آلمان باز برگردیم با آقای شهرام ایران بومی، میبینی نیستش ولی من حرف میزنم، درست میگه، میگه آقا آلمانی ها تجربه‌ای که داشتن بعد از جنگ جهانی دوم و از مهاجرین، نه پناهجویان، از مهاجرین این بود که کشور ما مرداش کشته شده، ما احتیاج به کارگر داریم. هنوز اون موقع هم رسم نشده بود زنا عین مردا کار کنن، هنوز هورمون نیومده بود زنم شلوار لی بپوشه اینجوری راه بره. اوکی، یه سری از ترکیه اومدن، اتفاقا فکر کنم این آقای حخارم از ایران به عنوان عمله و کارگر بردن اتریش. حالا بمانه اینا آمدن ترک وایسادن تو کارخونه اوپل و کارخونهای دیگه، هرچی صنعتی کار کردن، آدمای خوبی بودن، چون زبون سرشون نمیشد مزاحم کسی نشدن، حقشون هم خورده میشد شکایت نمیکردن. ولی نسل بعدی که اومد بچه‌ها گفت آقا من آلمانی هم حقمو میخوام، بابام نمیتونه این آلمانی حرف بزنه، یه ایرادایی درست شد. حالا این سری جدیدی که اومدن آلمانی بیچاره فکر کرده اینا مثل ترکا هستن، ولی نه، اومده آقای سوربی از ایران اومده، هر کی بهش حرف زنه میگه آقا من فرزند کوروشم، این پول نفتمه میخوام، میره سوشال سکیوریتی گدایی میکنه که پول نفتمو میخوام. وقتی هم کارش درست میشه میگه نه من پاسپورت شما رو نمیخوام، من منتظر آمریکا هستم، ولی اونا دارن بهش حقوق میدن، بهش خونه اجاره میدن. اینا فشارش میاد به کی؟ به بیچاره‌ای که کار میکنه 17% تکس آلمان، اون موقعی که من بودم 14%، یعنی یه نون میخری یه مارک، میخریدی یه مارک، این 14%ش تکس بود، حالا بگو یه مارک و 14 میشد، الان بکنم بیشتر باشه. اون باید مالیات بده تا من تو خونه بشینم بچه درست کنم.
اگه زن و بچه نداشته باشم برم بیرون مزاحم دخترای آلمانی بشم. تو سوئد این اتفاق افتاد. شما کاملا درست میگی آقای ایران بومی، بله تو سوئد این اتفاق افتاد. میرن 4 تا 5 تا میرن بیرون، مشروب نبوده تو کشورشون، مشروب میخورن تو این پارکا توی این چیزا، بعد یه دختری داره تنها رد میشه میگیرن تجاوز بهش میکنن. بعد وقت اون کشورام که حکم اعدام و شلاق زدن و اینها رو نداره، میرن تو زندان، تازه تو زندان فیلم میگیرن، ویدیو میفرستن برای دوستانشون، میفرستن که آقا چه اشتباهی کردیم، ما اون روز حالا بیرون زندگی میکردیم، با 5 نفر توی اتاق میخوابیدیم، الان تو زندان ببین چه زندانایی هست. خب تازه آخر سال هم باید 30% بدی. آقای گلپا میگه کجا بودی آقا؟ آهان میگه الان 20 شده. واو. خب علی حسنیا میگه وقت پتیک میگه فیسبوک رو نخون. نمیشه آقا، این همه ماجرا سر فیسبوک. من کامران قادری رو از فیسبوک باش آشنا شدم، بعد دلم میسوزه یه نفر آقا اگه مشکلی پیدا کردی، حالا زن و دختر و بچه و پسر و نوه داری، یه مشکلی پیش اومده، منم مشکل داشتم، بالا بوده پایین بوده، آدم بعض وقتا دیپرس میشه. اتفاقا آقای مجد دیدم تو این جریان یاد بوده آقای دکتر علی رفی ربی میگو که عشق همش شکر و شادی نیست، یا منظور شکر و شادی بوده، خوش میگم یا ناراحتی داره، درگیری داره، دلواپسی داره. خب شما با راه افتادی رفتی گفتی ای داد بیداد، حالا دیگه اون ورزش دلخواهمو نمیکنه. خب چه خوب میشد، بعد همسیک شدی، احساس قربت بهت دست داده، چه خوب شد که الان من راه میرفتم به جای اینجا، اتفاقا بچه یه جای شهر خوبه، یعنی خوب شهر تهرون، زعفران آباده، چیه زعفرانی هست، چیه اونجاها هست. اینو این دوستمون برای من نوشته بود شهر حال زندگی شد. در صورت این دوستمون آقای حسنیا میگه درود بر شما، دقیقا صحبت شما درست هست، ما هم در آلمان جلوی سفارت تروریستی جمهوری اسلامی همه تشویق کردن برو برو، بعد که رفتیم یه نفر هم نبود، تا برای ما دردسر شد و دیگه هم خبری از هیچ کس نیست. آقایی که رابطه بین من و آقای کامران قادری هستی، گوله کسی که اسم خودشو عکس خودشو نمینویسه و مینویسه فرخزاد فریدون نخور. حرف این آقای علی حسنیا رو گوش کن، میگه آقا بیندر داندت، یعنی رفتم از این راه افتادم در چاله و کسی نبود. این بنده خودم هی مثل امام حسین داد زد، هل من نصر النصر، آیا کسی هست مرا یاری کند؟ همه گفتن نه آقا خودت رفتی دنبال زنبازی، حالا برو کشته باشه. 72 تا مونده بودن به خاطر رودرواسی، یا راه فراری نداشتن، یا اونا مشکل داشتن تو خونشون راه افتاده بودن با آقای امام حسین، و الا باید دیوانه باشی که با امام حسین راه بیفتی بری برای لشکر معاویه و یزیدی که 10,000 نفر بودن. ولی هستن آدم های دیوانه. طرف میگه اینایی که میرن جنگ احمقن، میگم بابا جون احمق نیستن، تو یک مومنتومی، تو یک جریانی نگهشون میدارن، یا میگن میری بهش، یا میگن میری برمیگردی 4 سال 2 سال میری دیگه نمیخواد پدر و مادرت که بدبختا اینجوری فلاکت میکشن کار کنه. بعد فکر میکنه تازه اگه مردم هم باز اینا واسشون بهتر میشه. شرح حال این داستان رفتن جنگ آمریکایی‌ها اینه. یه فیلمی رو الان داره CNN نشون میده به نام Legion of Brothers یا لژیون برادران. اینا رو ببینید، هی نشینید از صبح تا شب. آقای علی ترابی برای من یه چیزی فرستاده بود راجع به همین شاه چرا، آقا اینها رو برای دیگران بفرستیم تا بلکه این کار انجام نشود. میگم علی جان این همه برای هم فرستادیم، یه کار بگو که انجام نشد. لابد میخوام بگیم بله ببین سد سیوند آب نگرفت، سد سیوند اصلا آب نبود اونجا، دروغ میگم این خانم شکوه میرزادگی. من به یکی از دوستان که اونجا کار میکنه گفتم آقا شما میریم میگم، گفت آقا اصلا همچی خبری نیست، اتفاقا اینجا دشت مردش میدونی اصلا ببین اسمش چیه، مرو دشت، یعنی یه دشتیه، بعد برنج میکاشتن، برنج مردشتی. کجا برنج میکارن دوستان؟ جایی که آب زیاده، درسته؟ خود دوره شاه برید بخونید که وقتی که مردش سیل اومد، این پلخان اومد همه جا رو آب گرفت و اینا، هوابردی‌ها و ارتشی‌ها و اینا رفتن اونجا کمک کردن.
بعد حالا اینا میگن سد سیبند چنین و چنان. آقا آخوند بعد گروه پدر همشون، اصلا شما برید هر یک نفرتون 10 تاشو بکشید، من این چشم از اون چشم خوشحالتر. ولی حقیقت رو گوش کنید بابا، این بنده خدا میگه من رفتم جلو سفارت تظاهرات کردم، بعد اونا در رفتن منو گرفتن. وقتی هم شما رو میگیری، وقتی به یه سفارتی حمله کرده باشی، دوربین شیشه کنده باشی، چی کرده باشی، اقامت خودت رو توی آلمان هم به خطر میندازی. اینا رو ما نمیدونیم، چون طرف قانون رو نمیدونه، میگه من وقتی رسیدم ایران، حالا اگه چلو کبابم بهم ندن یه مرغ و زرش پلو میدن، بعدم اگه مشکلی برام پیش اومد زنگ میزنم به سوئد. سوئد میگه شما روزی که خواستی بری ایران اومدی به ما بگی من میخوام برم ایران، تو ما بهت نشون بدیم که آقا ما به شهروندامون گفتیم ایران نرو، کابل نرو، عراق نرو، سوریه نرو. اگه شهروند ما هستی حرف ما رو گوش کن، اگه شهروند ما نیستی، شهروند اون آخوندی یا علی مدد، برو. خب من میخواستم این فریدون فرخزاد رو جلو چشم شما دوستان بلاک کنم که دیگران هم یاد بگیرن اگه یک جایی بهت مهلت میدن حرف بزن اونجا، نه یا عرعر کن. عرعر کنی گوشتو میگیرن. حالا اگه بگیم مثل اولاغ، این دوستمون از خلیج فارس میگه چرا به اولاغا توهین کردی، گوشتو میگیرن میندازنت بیرون. ولی من نمیدونم، حالا بعد از برنامه شاید پیدا بشه و ببینیم که اینجا پیام ها اومده و اینها. بله من اسم کامل خودم هست و سایت ما هم میدونم آقای حسنی، میدونم اونایی که درست میگن که احتیاج ندارم پشت سر یکی دیگه قایم بشن. چرا من میام آقا اینجا که امروز سرمو تراشیدم، اون روزی که مو دارم، اون روزی که ریش دارم، اون روزی که سیبیل دارم، خودمم، برای که خودمم، برای که ترسی ندارم. اون ترسوی بدبختی که میخواد این کامران قادری رو بندازه با پای خودش، به کفش نوعی که از ترکیه خریده بندازه تو دست آخوندا، بعدم فردایی بنویسه هر کسی این کامران قادری را از زندان آزاد نکند بی وجدان است، و شما اگر این پست را شیر نکنید ایرانی آریایی نیستید. آقا من ایرانی آریایی نیستم. هر کدومتون فکر میکنید ایرانی آریایی هستم هستید، بیاین جلو آزمایش دی ان ای بدید. اگر ایرانی آریایی بودید پول آزمایش رو من به اضافه همون مبلغ بهتون میدم، اگه نبودید شرف داشته باشید، وجدان داشته باشید، $100 به تلویزیون مردم بدید. نیست، نداری، دروغ میگی، دروغ میگی. من میگم بابا طرف اومده آمریکا الان دیگه مونده رستوران زده. آقا وقتی رفتی بیزینس خودت رستوران زدی، لون گرفتی، وام گرفتی از بانک، حالا بعدن سال 88 برای انتخابات بلند شده رفته ایران، بعد اومده با افتخار میگه رفتم خونه یه نفر اونو گرفتن کشتن. همین آقای نمازی فکر کنم شیرازی هم باشن، نمازی و پسرش اینا، اتفاقا برای اون یکی بابک نمازی نشدم، اگه میخوای بیا صحبت کن. آقا پسرت رفته ایران گرفتنش میگن جاسوسی. شما تو خانواده‌ات یکی نبود بگه آقا پیر مرد 80 ساله تو میخوای بری ایران اونو نجات بدی؟ بعد رفته باباش ایران مرض قلب، بدبخت افتاده بیمارستان، یعنی میگن اونم گرفتن بردنش بیمارستان، حالا برایش از این چیزا گذاشتن پیس میکر، این باتریایی که موتورایی که تو قلب به جای قلب هست و اینا، پیس میکر یعنی ضربان ساز یا هر چیز. خب اونم دوستا لابد بهش گفتن آقا نرو، تو پیرمردی مریضی، اینا رحم نمیکنن، اینا بچه رو به جای بابا میگیرن، بابا رو به جای بچه میگیرن و هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن. بعد شما بلند میشی میری مثلا میگی من شهروند آمریکا هستم، آمریکا میگه من بله بزرگترین بیمارستان نمازی معروفه تو شیراز، بله من تو بیمارستان خیلی رفتم اومدم، اگه اشتباه نکنم اون وقتا میگفتن 500 کت خوابی، چون بیمارستان سعدی 100 تخت خوابی بود یا کت خوابی بود، اون 500 تا بود. من اتفاقا با پسر اون نمازی که آب لوله کشی رو برای شیراز آورد و اینا توی نیویورک صحبت کردم و این همین کسیه که کلا گذاشت سر بانکدارای آمریکایی، اگه اشتباه نکنم هنوز تو زندانه، آقای حسن نمازی، فارسی هم خوب بلد نیست صحبت کنه. بله علی حسن نیا سخنگوی جنبش سبز نیروی انتظامی بر علیه دیکتاتور خامنه ای در کشور آلم برلین هستیم. توی فیسبوک صفحه ما هم به اسم علی حسن نیا هست. اینم یه تبلیغ مجانی برای شما. حالا من به شما پیشنهاد میکنم نوشتهات، مقالهات، ویدیوهاتو با $10
توی تلویزیون مردم صفحه فیسبوک بذار برای نزدیک به 9000 نفر 8980 نفر. آقا ما با شما آشنا نبودیم آقای کامران قادری، ما با شما دشمنی نداریم، شما اون ور آب تو سوئد، من این ور اقیانوس تو آمریکا. یه دوستی آمده گفته آقا اینو میشناسی؟ گفتم نه. گفته آقا این میخواد بره ایرانو آزاد کنه. میگم ای ایران اسیره؟ میگه نه دیگه، همین آخوندا. میگم این آخوندا کجایی هم؟ تازی هم. اوکی. آقا از من و تو ایرانی تره، میخوای آزمایش خون بدیم؟ بیا بریم، بیان جلو، انسان شریفی باشین، 140 دلار خرج کنید دی ان ای آزمایش بدید. طرف گفت آقای سربی از اون روزی که تو گفتی آزمایش دی ان ای بده من خجالت میکشم دیگه حتی بیام روی فیسبوک شما چی بنویسم. دوستان تصویر ما درست شد یا نه؟ من که خودم رو اینجا اینجوری میبینم و من نمیدونم چرا این به اصطلاح کامنت های دیگر رو نمیذاره نشون بدیم، چون میخواستم بهتون نشون بدم که این آقای فرخزاد فریدون، بذار از این وری بریم بندازیمش بیرون، یک کمی صبر کنید ببینید. فرخزاد، بله پیدا شد. شما میزنید فرخزاد فریدون میاد عکس شما این، نگاه کنید دوستان صفحه فیسبوک اینها رو نگاه کنید. اینا تو کشورهای اروپایی زندگی میکنن یا تو کشورهای آمریکایی؟ حتی قانون اینجا رو رعایت نمیکنن. فیسبوک یعنی عکس صورتت، کتابی که عکس صورتها هست، سنگ قبر فریدون فرخزاد گذاشته. امیدوارم به زودی شما هم یه همچین سنگ قبری نصیبت بشه تا دیگران پشت سنگ قبر شما پنهان بشن. یه همچین کسایی رو چه کار میکنیم؟ خیلی قشنگ میایم اینجا میندیسیم بلاک. ببینم تو اون میبینه شما یک دو، بله بلاک. فیسبوک هم میگه مطمئنی که میخوای اینو بلاک کنی؟ میگم بله. میندازیمش بیرون. چرا؟ چون این آدم هنوز نفهمیده آقا تو که میای میگی جمهوری اسلامی هم این روش رو داره، احمق. من دقیقا دارم همینو میگم به این، میگم آقا اگه رفتی اونجا، حالا خوبه حرفشو عوض کرده دیگه، میگه من نمیخوام حکومتو بندازم، چون رفت تو سفارت ترکیه رفتارشو با اونا دید. من دفعه پرسیدم دوستان خودتون فردا جمهوری مجاهدین میاد، جمهوری هن اینا یا اونا هم مجاهد، جمهوری برای هم دائم العمر، فردا جمهوری دموکراتیک شما میاد، به سرخالتو میذاری سفیر ترکیه، سربی میاد چون مأمور جمهوری اسلامی، پرچم جمهوری اسلامی رو میندازه رو پشتش، میگه من میخوام برم ایران. بهش میگن ببین برو بیرون، این کثافت رو بردار از پشتت، مثل آدم بیا داخل ببینیم چی میگی. و وای میسی میگی من خودم میدونستم که یه همچین اتفاقی پیش میفته، پیش میاد. بعد سعید برش مینویسه، سعید برای اون فرخزاد مینویسه آقا این که داره مثل آدم به این حرف میزنه، این کسی که اومده خونه من و شما میخواد خونه من صحبت کنه، شما برید مصاحبه رو نگاه کنید، ما که چیزی رو پاک نمی کنید، برید مصاحبه رو بعدا نگاه کنید، هم روی فیسبوک هست هم روی یوتیوب با تصویری بهتر، انشالله اینجوری چپه هم نمیشه. بعد تفاوتش رو دوباره پشت سر آقای ایران بومی صحبت میکنه، تفاوتش رو با مصاحبه آقای ایران بومی ببینید. مهمان منه، ازش دعوت کردم بیاد از قبل، وقتی میاد چند کلمه که حرف میزنه میگه بفرمایید. با آقای سهراب چمنآرام باید بگم مصاحبه آقای ایران بومی رو ببین. اون وقت اون بهش میگم آقا من باید برم، میگی شما به من گفتی باید برم، وقت ندارم، ولی حالا وقتی من رفتم داری حرف میزنی. مرد حسابی، وقت ندارم که، من قرار نداشتم با تو، بدون قرار شدی مهمان سرزده. اینجا میگن چی؟ اناناونس یا مهمان سرزده، آمدی، حالا که آمدی ما در باز کردیم، بفرماید آقا ما نون و ماسخیار داریم، شما نون و ماسخیار رو که خوردی میخوای تو ظرفش هم ادرار کنی، نمیذاری ما هم حرف بزنیم. و اینکه نشد که بابا من 20 سال دارم این کارو انجام میدم، میتونم که صدای کسی رو ببندم، میتونم چیکار کنم؟ 10 بار بهت میگم آقا بذار حرف بزنیم، بذار مثل آدم گفت و شنود،
گفت و شنود، یعنی تو بگو بعد بشنو حرف من. این آقای خانم جادجودی میگه دو تا گوش دارین یه دهن، یه بار حرف بزن دو برابر گوش بده. خب ببینیم چی شد. فریدون فرخزاد هم اصلیش مرد خدا رحمتش کنه، هم این قلابیشو من با یه تیپا زلم انداختن بیرون. هر کی بیاد اینجا مثل آدم صحبت نکنه، بیا آقا این داره میگه به خامنه ای داره میگه دیکتاتور، بگه بله خامنه ای دیکتاتوره. من یه ویدیو گذاشتم روی فیسبوک هم خودم هم مردم تیوی، نوشته کارتون های ترامپ در ایران، اینو این دوست ما صبح از خلیج فارس فرستاده. من اینو وقتی گذاشتم زیرش یه خطم اضافه کردم، نوشتم ببینید دوستان، حالا شاید اونایی که تو فیسبوکن ما رو سر ته میبینن یا بخوابید مثل اونایی که میخوان شیره بکشن اونجوری شاید ما رو ببینید، بیا نگاه کنید، نگاه کنید کارتون های ترامپ در ایران، این خط زیر رو من نوشتم، ای کاش آخوندها نمایشگاهی هم از زورگویی ها و جنایات خود برپا میکردن. و قولتون میدم اینا انقدر زرنگن دو سه روز دیگه این کارو میکنن، چون میدونن. و ببین همین ترامپ هر روز مردم دارن فوشش میدن. شب دیشب استیون کولبرت به مردم گفت که نظرتون درباره ترامپ چیه، انقدر هوش کردن که دیگه میگه بابا بس میخوام برنامه اجرا کنم. اینا میمونن چون به مردم اجازه میدن حرف بزنن. اگه شاه گذاشته بود مخالفاش حرف بزنن به این روز نمیافتاد. خامنه ای، خمینی که مرد، رفسنجانی که مرد، بچه خامنه ای، حکومت در سایه، اگر نذارید مردم حرف بزنن، اینی که امروز میخواد با پای پیاده بیاد فردا یکی دیگه با بمب میاد منفجرتون میکنه. حالا این حرف ما کجاش اشکال داره آقای فریدون فرخزاد؟ و چرا اسم دیگران استفاده میکنید؟ دوستان من یادم رفت قبل از این که باید دیلیتش میکردم باید گزارش میدادم به چیز که این فریدون فرخزاد قلابی هست. وقتی گزارش میدین this is fake account، اکانت ها رو بهشون یه ورنینگ میدن میبندن و سلام. باز هم از آقای کامران قادری ممنونم، متشکرم، امیدوارم در هدفی که داره که من نمیدونم چیه، خودشم نمیدونه چیه، موفق باشه. از آقای دکتر ایران بومی بسیار ممنونم که به این قشنگی صحبت کردن درباره برنامه ها. و اجازه دید من این اسکایپ رو خاموش کنم، از وقتا اسکایپ گیر میده نمیذاره ما خاموشش کنیم، عجب بدبختی گرفتار شد. خب ترک ها آمدند و کار کردند. ببینید من در حینی که ایشون داشت صحبت میکرد من یادداشت کردم دخالت روسیه در انتخابات آلمان، مخصوصا چون شما گفتید از شرق آمده، امروز هم دوشنبه هست 27 سپتامبر و 5 مهر 1396. و یک دوستی اون روز برای من گفت آقای سوربی انقدر این ماجرای ماشین خریدن شما از دوست ایرانیتون جالب بود، من $100 براتون میفرستم، حالا به اونایی که میخواید بخری به جای $300 $400 بده. گفتم آقا حداقل $200 میفرستادی که $100 بره تو جیب من، $100 بره تو جیب اونا. ولی دوستان اگر کسی هست که ماشینی داره و میخواد این ماشین رو به کارمکس بفروشه، به جایی که بده به کارمکس بده به من، ماشینم از 2011 و 12 بالاتر باشه، 14 باشه، که به اصطلاح از این کورسی مورسی ها برای زانو درد و اینا نمیخوام، اصلا حوصله‌اش ندارم. ما حالا به قول این دوستمون $400 بیشتر بهش میدیم. آقای کابوسی هم لطف کرد یک سری ماشین برای من نوشت که آهان خوب کردید. بله آهان این دوستمون، اون روز من یه مقاله خوندم راجع به این که بابای ما محرم میاد رسیور رو ور میداره و میگه برو دنبال کارتون، اینا طرف راه میفته میره مسجد، اونجا میگه که افطاری میدن، این اصلا بلد نبوده ما محرم چیه، ما رمضون هست که افطاری میدن. اون آخونده و اینها فکر کردن که این خیلی با خداست، حتی ما محرم هم روزه میگیره. همینجور همینجوری شده بود یک به اصطلاح امامیوش امامزاده ایو. این من از این دوستمون که این فرست نوشته بود تشکر کردم و گفت که اینم گفته خیلی ممنون که نوشته من خوندید در برنامه. بله این دوست ما میگه که این آقای کامران قادری باید به برنامه‌ای مثل دکتر هولاکویی
یا اگه انگلیسی میخواد صحبت کنه به دکتر فیل زنگ بزنه با اینا صحبت کنه، چون این افرادی که مشکلات اینجوری دارن و یه دفعه سر به بیابان میذارن، من رو میخوام یه دفعه اگه بشه با حسن یا امیر که آمدن دور دنیا و کالیفرنیا و اینجا و اروپا و اینها خونه براشون پیدا میکردیم. اون موقع دوستان ایرانی همت داشتن، ما تا زنگ زدیم گفتیم اینا خونه ندارن، خانم سیمین روریانیان گفت که من دخترم رفته دانشگاه، اینا میتونن بیان اصلا تو خونه ما بمونه. اون آقا میگفت دکتر بیاد خونه ما، نمیدونم اگر مریضی چیزی هم دارن به اصطلاح چکاپ بشن بعدن برن. اینجوری بود. $12,000 من تو یه برنامه براشون جمع کردم، آکشن گذاشتن اینجا براشون، کلی پول آقای علی سرشار و دیگران جمع کردم. خب اولاً دو رفتن، چی شد؟ اون موقع نه فیسبوکی بود نه یوتیوب به این صورت بود، همین تلفن بود، همین برنامه‌های تلویزیونی بود. آقا جون، دوست عزیز، شما الان اگه از من ناراحتی، اونجام شب دیر وقته توی ترکیه، بگی بخواب، در خواب فکر کن که این دوستانت که مثل فریدون فرخزاد عکس قبر فریدون گذاشته، این به چه درد شما میخوره؟ شما که دردی نداری که کسی درمانت بشه، ولی این به چه درد شما میخوره؟ در هر صورت اینم از این. دوستان عزیز، با این شماره تلفنی که من به شما نشون میدم 202-605-2573 هم میتونید تلفن پیام بذارید 3 دقیقه، هم میتونید تکست ارسال کنید. بعضی ها میگن آقا 3 دقیقه کمه، میگم والا کافیه، اگه بنویسید کافیه. همین داستانی رو که آقای علی آقا برای من گفت، علی ترابی، که بعد از برنامه به صورت ویدیو درست کردم و هم تقدیم کردم به خودش، علی تو هم اگه میتونی تلویزیون مردم رو حمایت کن، هی این تلفناتو شب تا صبح، صبح تا شب استفاده میکنی، چپ و راست خراب میشه، $400 $500 کمتر ازشون استفاده کن، بشین انگلیسی بخون، پول تلفنا رو به تلویزیون مردم بده. اینو من تو 3 دقیقه میتونستم براتون بگم. من یه دفعه شعر طولانی هادی خورسندی رو، ای وای بر من که آبم شد واتر و نونم شد برد و جمعه هام شد یه شنبه و اینها رو تو 2 دقیقه خوندم تا به مردم نشون بدم. چون اون موقع وقتی یک کسی زنگ میزد میگفتیم شما 2 دقیقه وقت داری، میگه آقا حالا 2 دقیقه، میگفتیم بابا یه دقیقهش گذشت، داری چونه میزنی، حرف بزن دیگه. در هر صورت تلفن اگه میزنید، حتی اگه 3 دقیقه است تموم که میشه، یه بوق تو گوشتون میزنه، یا خودتون نگاه کنید 2 دقیقه که صحبت کردی قطعش کن. تو دومی مثل این دوست ما، همشهری ما، دوباره سلام نکن، ببخشید مزاحم شدم نکن، نمیدونم قرض از مزاحمت این بود، ساعت 11:11 روز 11 نوامبر سال 2011 است، نگو. اصلا ما نمیفهمیم اینجا شما تلفنت قطع شده، وصل شده. این آقای خانم جاوید 4 تا مسیج گذاشت، من براتون پلی کردم، خواستم بگم بازی کردم، و اصلا مسئله ای نیست. شما به من بگو که یه جایی باید زنگ بزنی پیغام بذاری، ولی 3 دقیقه بیشتر قبول نکن. من 10 تا 3 دقیقه 10 تا 2 دقیقه و 55 ثانیه صحبت میکنم، نیم ساعت یا 29 دقیقه و فلان صحبت میشه. خب ببینیم این دوستمون چی میگه. جناب سربی گرامی، من قصد بی ادبی نداشتم. قربونت برم، من کجا گفتم شما بی ادبی؟ فقط خواستم اون دوستانی که بدون علم و منطق صحبت میکنن رو توجیه کنم. خیلی ها واقعا منظور ندارن، تنها اشکال نداشتن آگاهی صحیح از مسائل است. باید تحقیق بیشتر بکنن این عزیزان باید تحقیق بیشتر کنن. شما میتوانید این پیام را از روی صفحه خودتون پاک کنید. سپاس از شما. چرا پاک کنم؟ سعید نوشته حالا دیگه اپساید داون شدی. عجب این فیسبوک، میدونید گفتن چی؟ گفتن فیسبوک، حالا به شوخی میگن ولی 4 سال دیگه اینجوریه، گفتن میگه که من میخوام رئیس جمهور بشم، بعدم مینویسه هر کسی به من رأی نده اکانتشو میبندم، عکسشو وارو میکنم، لینک نمیدونم عکسای سکسی میذارم به صفحتون. اون وقت شما چه انتخابی دارید؟ یک جوونی که تازه میگن این ماجرا رو هم از دوستانش و از همکلاسیاش دزدیده، اومده یه چیزی درست کرده، ما چون مجانی ازش استفاده میکنیم، هر وقت دلش خواست ما رو میچرخونه، دوباره دلش خواست ما رو 90 درجه دیگه میچرخونه. میگه حالا دیگه اپساید داون، اپساید یعنی بالات شده پایینت، پایینت شده بالات، شدی مثل سیاست مدارا. دکتره گفت چی؟
گفت این سیاستمدارا نه قلب دارن نه مغز دارن، حسنش هم اینه که بالا و پایینشون فرق نمیکنه، بعضی وقتا مغزشون تو کونشونه، بعضی وقتا کونشون تو مغزشونه، تو سرشونه. ماجرای اون چهار تا جراح رو شنیدی؟ چرا پاک کنم آقای حسن نیا؟ بله ممنون میشم اگر تو هر برنامه یه دونه بیشتر به اصطلاح کامنت نذارید، ولی شمایی که امروز آمدی در رابطه با دوستمون داری صحبت میکنی، این آقای جهانگیر شادانلو رفته بوده سفارت ایران زده دوربینشون رو رنگ زده و چراغشون رو شکنده و اینها، بعد میگه اون آقای کی بود داد چیه داد بابک داد که من بهش میگم بابک داد با ما نداد، این میگه یه اسم از من نبرده، حتی اون عکسایی که من توش بودم برداشته. چرا؟ لابد یه جورای دیگه مثلا با مجاهدین وصله. آقای بابک داد اگه میشنوی شما میتونی بری من سو کنی، چون آقای کامران قادری قانون جدید گذاشته وقتی من اینجا نیستم شما نمیتونی راجع به من صحبت کنی. به سلامتی همه شما بینندگان، من آب انار است به در سوخته، شعر ایرج میرزا. بله مرسی مرسی مرسی. من هنوز نمیدونم چرا این فیسبوک اون کامنت های دیگر رو قایم کرده. فعلا سه تا کامنت از آقای علی حسن نیا داریم و یه دونه از سم که نوشته You are upside down. فرقی هم نداره، ما گوینده های تلویزیون هم بالا و پایین و اونینا. اون جوکر شنیدی دیگه، میگه گر تو بهتر میزنی بستان بزن، طرف داشت نمیزد یه بادی ازش در رفت، به این بلا نسبت خودش گفت گر تو بهتر میزنی بستان بزن. خب دوستان بگید ببینیم که ما با کلا بهتریم، آبا کلا یا بی کلا. البته این کلاهای مثل کلاهای کار کردن تو باغچه هست و اینها، ولی چند تا کلا دارم چون تبلیغ بود، مثلا یکیش مال اولدیک چرا بگم طرف تبلیغ مجانی کنم، اونا رو نگذاشتم سرم چون گفتم که شما فکر کنید ما یه پولی گرفتیم که کلاه دیگران رو بر سر بذاریم. بریم با اجازتون سری بزنیم به پرونده ها، ساعت 3:55 است. پیام علی رو براتون بعد از برنامه پخش میکنم، 10 دقیقه پیام گذاشته. علی جان اگه پیام تو به صورت انشا سرتیتر نوشته بودی، من قول میدم شما میتونی توی کلیسا بشی یک بابا شبان خوب، بشی یک پدر روحانی خوب، اینا کلاس سخنوری میرن. شما فکر نکنین آقای شهرام ایران بومی اینجوری صحبت میکنه، اینجوری تحمل میکنه موقعی که من صحبت میکنم ساکت میشه، اینا کلاس میخواد بره. گفتم تو یاده به من گفتن بیا تو دانشگاه جورج میسون راجع به ایران و دنیا صحبت کن. من گفتم آقا من درست حالا دبیر بودم جلو 40 نفر 50 نفر، درست مجری برنامه هستم جلو خدا میدونه 8 نفر 80,000 نفر صحبت کنم، ولی برای دانشجو توی آمریکا صحبت نکردم. این دوستمون آقا سعید خیلی قشنگ گفت آقا you can do it. از پسش برمیاد، فقط یادت باشه. دوباره آقای کامران قادری یادت باشه درباره چی میخوای صحبت کنی، بازش کن توضیح بده، بعد به مردمم وقت بده ازت سوال کن و جوابارم کوتاه بهشون بده تا یه نفر دیگه. ممنون آقا متشکرم. خب عزاداری با آتش در پاکستان، همینجا هم هست کشورهای دیگه هم هست. نوشته این شیعه ها عقیده دارن عشق به امام حسین موجب خونسا شدن شعله آتش می شود. خب بگذار روند و بینند سزای خیش. آتش یه جایی راه انداختن بعد روش می پرن می دون. این حرکات رو تو دینهای دیگه تو نمایشهای دیگه هم دیدیم ما که یه عده ای، من حالا نمی دونم این واقعا تمرین می کنن، با تمرین مثلا کف پاشون یه مقداری تحملش زیاد میشه، یا این آتشایی که روشن میکنن تقلبیه نمیدونم، هنوز کارون به اونجا نرسیده که بریم به خاطر پول از رو آتش بدویم، یا هنوز کسی رو پیدا نکردیم که 1300 سال پیش اون کشته شده باشه از این بعد بگیم رفته بهشت و جاش خوبه، از این بعد بزنیم تو سر خودمون برای اون ما بریم رو آتش را بریم. ببینید ہر دل مسہنا دین کے خاطر قبول ہے سر کو کٹانا آل نبی کا حصول ہے حسین والے ہیں ہم حسین
خب کاش نشون میداد که فرداش اینا پاشون به چه صورتیه. در صورت ممنونم از این دوستی که این همه ویدیوهای خوب فرستاده. کارتون های ترامپ در ایران روی فیسبوک هست، برید ببینید. ماشین با حجاب، میدونید که جدیدن این پرینس یا کینگ عربستان سعودی فهمیده که باید یه کاری کنه که با اون پدرش و عموش و اینا فرق کنه. گفته که زنا میتونن رانندگی کنن، هر جایی که مردا میرن میتونن برن، ولی یادتون باشه تو ایران نمیدونم هنوزم خانوما رو به خاطر رانندگی مسخره میکنن یا نه. ویدیوهاش رو فیسبوک هست که رانندگی زنا رو نگاه کنید، مثلا از اینجا افتاده، انگار که مردا تصادف نمیکنن. تازه تا چند مدت پیش وقتی یه ماشینی رانندش زن بود اون ماشین گرونتر فروخته میشد. Not anymore. الان خانمه داره به بچه‌ش شیر میده، داره تکس میفرسته، داره کار خودش هم یه شغلی داره، مثلا آفیس داره انجام میده، معلمه داره ورقه سعی میکنه. Not anymore. قبلا که خانم ها تو خونه بودن با ماشین میرفت بچه رو از مدرسه میورد یا بچه رو میورد، اینا وقتی میگفتن این ماشین یک خانمی مثلا میگفتن خانم دکتری صاحبش بوده، ماشینه گرونتر فروش میرفت. الان تا میگن یه خانمی داره میگه اوه نمیخوام. این ماشینو ساختن برای عربستان سعودی که هم خانم ها بتونن بهش رانندگی کنن، هم حجابش رعایت شده باشه. اجازه بدید یک بار دیگر با نفرت اینجا select area کامرای دو این ماشینه. ولی توی همین چند روز گذشته خیلی از چیزا اومد که به اصطلاح رانندگی خانم ها رو نشون میداد، همه خیلی خوشحال بودن، دستشون رو به علامت موفقیت، نه بیلاخ ایرانی، موفق باشید آمریکایی، دستشون رو به عنوان پیروزی ویکتوری بردودن بالا. و ببینیم که عکس العمل مردهای عربستان سعودی با اینها چیه. چون من بارها گفتم آقا خانم اگر خانم ها دخترای جوان رو نمیذارن برن، آهان عربستان گذاشت این خانم ها به باشگاه ها یا به اصطلاح سالن های ورزشی هم برای چیز برن. ضمناً گویا تیم کشتی فرنگی ایران هم برنده شده، بهشون تبریک میگم. بعضی از این خبرها قدیمیه، به من که میدن من فکر کنم جدیده. این دوستمون نوشته شما اون روز راجع به امام علی و حضرت محمد صحبت کردی، عکس حضرت محمد که میگن ممنوعه نشون بدین، ولی امام علی این آدمی که میگن خیلی پشمالو و چاق و اینجوری بوده، چه عکسی گذاشته بودن، چه زیر ابروی برداشته بودن اینها، گفت بفرما اینم امام حسین. حالا من میخوام از خود این دوستمون سوال کنم، شما سنی هستید یا شیعه هستید، یا شما اصلا مسلمان هستید یا نیستید؟ عجب نمیذاره من این رو بذارید ببینم چجوری نشونتون بدم. شاید باتری این ماوس ما تموم، نگاه کن تا میذارم مینید برای یه لحظه میاد که به من اجازه بده. نه نمیذارم. اینه ببینم میتونم از این وری بیارم زیر اون دستگاه. یک لحظه. خب بله آمد نو بهار. اینم عکس نوشته یا مباح حسینی یا سباح حسینی، اللهم ارزقنا و نمیدونم دنیا و زیارت فی الاخرت شفاعت، یعنی نمیدونم توی دنیا بیا ببینم اون تو اون دنیا شفامون بده، یا برعکس با تو این دنیا شفاعت بده تو اون دنیا بیاد ببینت. تقسیم خیابان‌ها در عربستان، خب اینا دیگه الان کارتون و جوک و اینا تموم شد. و شما میدونید دوستان که توی عربستان تنها جایی که شما هنوزم که هنوزه نمیتونید از خیابوناش فیلم بگیرید، عکس بگیرید. و امیدوارم این آقای پرینس جدید یک کاری کنه که این وضع اسفناک عربستان چیز بشه. بعد از اون مهمتر امیدوارم که این آخوندهای ایران بفهمن که آقا عربه ها هم دوزاریشون افتاد، دست وردارید از این دب بودن، از این کل خر بودن. حالا دوستون میگه چرا به کل و اینا میگه کل خر، به خر توهین کردی. بله اینم از این جشن آزاد ساختن رانندگی زنان. ببینیم چه جشنیه دیگه، وقت ما هم گذشت. بله این دوستمون میگه شما گفتی من وقت ندارم. آقا وقت خودم رو دادم به شما،
شما هر چی داری صحبت می‌کنی داری از وقت من می‌گیری، بعدم چی داری میگی؟ خودت به زبان خودت میگی من اول تصمیم نداشتم، بعدن اومدم این شعره بود، میگم من اولش بیفر بودم، بعد با کرم تو فر بودم، حالا شدم یام یام. چی بود؟ کیتکت بود. شما اصلا نمیدونستی میخوای چی کار کنی، همینجوری راه افتادی. دوست دارم برم ایران، بعد منم والله خیلی دوست دارم هر شب یه پالوده زعفرانی یا یک پالوده آلبالویی قبل از خواب بخورم تا بعد اصلا برید. آقا بعدم من که دارم برای تبلیغ مجانی میکنم، فیسبوک تو نشون دادم، میگم آقا فریدون فرخزاده پدر سوخته، نه اون که بیچاره مرد، تویی که قلابی هستی برو کمک کن، نامرد ناانسان بیشرف دروغگو، برو بهش کمک کن، $100 بده دو تا کفش بخره، کفشاش کسی که اینقدر راه میره باید این کوشنش اون چیزای زیرش نرم باشه. دوستان شما هم کفش رو اگه 2 سال استفاده نکردید عوض کنید، حتی اگه تو خونتون بوده رو به شما میگم ولی خودم عوض نمیکنم. اینم جشن رانندگی در عربستان. خب این هم برای مملکتش خوبه، هم برای حکومت خوبه، دیگه ناراضی و چیز نیستن مردم. هی حتی به این ترامپ دیوانه نمیگن، نگاه کن تو از عربستان دفاع میکنی، عربستان چنین و عربستان چنان و اینها. و بماند دوستان عزیز، ساعت 4:05 است، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. دوستانی که فکر کردن من خیلی اجحاف کردم با آقای کامران قادری، انسان باشید، با شرف باشید، بیان 1 ساعت 2 ساعت 10 ساعت 5 ساعت براش برنامه بخرید، بیاد بشینه برای شما تعریف کنه. رفتم پام درد گرفت، دکتر گفت راه برو، رفتم راه رفتم، فکر کردم چیکار کنم، گفتم حالا پامشم میرم ایران، دارم میرم ایران، حالا برم ایران چیکار کنم؟ اول گفتم میخوام برم حکومت رو بندازم، امید بدم به جوانها، جوانها ناامیدم. آقا این همه آقای رجبی امید میده، خانم رجبی میده، ببخشید امید میده، آقای رضا پهلوی میده، اینا بس نبوده که حالا شما میخوای امید بدی، این همه آدم آقای حقا امید بی خود داد، این همه آدم آقای فولادوند امید بی خود داد. گفت دوست اونیه که میگه بهت گفتم یا بهت میگه، دشمن اونیه که میگه میخواستم بهت بگم آ ولی وایسادم ببینم تو رو تو کدوم سوراخ زندان میندازن. بعدم دوستان عزیز همگی با هم دستاتون رو ببرید به خدای نادیده، به خدای آقای علی ترابی و دعا کنید برای آقای کامران قادری. خدایا اگه هستی ایشون رو کمک کن، اگه نیستی هر وقت اومدی ایشون رو کمک کن. دوستان عزیز از اینکه با من بودید متشکرم. برنامه بعدی علی ترابی و علی یاد بگیر درباره مسیح. شما و کلیساتون میتونید همین برنامه رو درست کنید، ارسال کنید، پخش کنید. سربی هم نیست حرفتون رو قطع کنه، سربی هم نیست بگه آقا این چه مسیحی است که نتونست جون خودش رو نجات بده. بعدم آقا من نمیخوام ایشون به خاطر گناهان من 2003 پیش کنه. اصلا هیچ چیز مثل این میمونه من برم به پلیس بگم آقای پلیس یه تیکت $500 بده به من، ولی 10 نفر بعدی که دارن اینجا تون میرن قرار تو بهشون $10 تا $50 تیکت بدی اونا رو ول کن. پلیسی یه نگاهی به من میکنه میگه این مردی که دیوونه است، البته این روزا نمیگه دیوونه است، میگه این مردی که تروریسته، فکر کنم میخواد یه جوری حالا خدا هم با امام مسیح یعنی چی نوشته این دوستمون، اینم بخونیم و بریم بعد از چیزه بعد از آهان خوب کردید. اوکی خیلی ممنون. ببینیم این دوستمون ریکوست کرده برای چیز، ممنون و متشکرم. بله دوستان عزیز اون لینک برنامه رو که آقای دکتر شهرام ایران بومی گفتن که در فرانکفورت برنامه دارن زیر این فیسبوک براتون میذارم. تا 1 ساعت 2 ساعت دیگه این ویدیو روی یوتیوب خواهد بود و این ویدیو تا روز جمعه روزی 1-2 بار 3 بار پخش میشه و شما هم میتونید برنامه خودتون رو در تلویزیون مردم داشته باشید. و یک بار دیگه من این کلاه رو به سر میذارم که شماها نتونید کلاه به سر من بذارید. ولی چقدر راحت آدم فکر کنه بالخونه هوا میخوره، آزاد و خوبه. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.